دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. باز هم برنامه رو یه مقداری زودتر شروع کردیم چون امروز ساعت 2 بعد از ظهر با دوستی از ماساچوست خواهیم بود به نام منوچهر و ایشون مدت ها هست که با تلویزیون مردم دوست هستن و حمایت میکنن. ما هم به نوبه خودمون از ایشون ممنون و متشکریم و امروز بالاخره با چند ساعت اینجا میگن آف گرفتن، مرخصی گرفتن از سر کارشون و زودتر به منزل رسیدن، میخوان با ما باشن تا نظرات خودشون رو با من و شما در میون بذارن یا به قول آمریکایی‌ها شیر کنن. دوستانی که ما را از فیسبوک میبینید، لطف کنید به دیگر دوستانتون هم بگید که شق القمر کرده تلویزیون مردم و از فیسبوک به صورت زنده دیده میشه. دیگه فیسبوک هر جایی با تلفن‌های معمولی، با تلفن اسمارت فون، اندروید، نمیدونم آیپد، آیپاد، یعنی هزار تا اسم داره، و کامپیوتر، کامپیوتر ویندو، کامپیوتر اپل، همه چی دیده میشه و دیگه هیچ عذری موجه نیست. و اما امروز ساعت 1:32 بعد از ظهر وقت نیویورک و واشنگتن شرق آمریکاست و چهارشنبه است، 8 ماه جون 2016، برابر با 19 خرداد 1395. وقتی مدرسه بودیم حتما یادتون هست این ماه خرداد ماه زجر بود، روز شماری میکردیم که تموم میشه و تق و لق بود، ولی باز هم یه ترسی توی وجودمون بود که اگه نریم مدرسه چه خواهد شد. در صورت هوا گرم و روزها طاقت فرسا، ولی خبر خوب اینه که دیگه از اول شهریور مدرسه ها تعطیله. 3 ماه تیر، مرداد، شهریور، ببخشید از اول تیر مدرسه ها تعطیله، تیر، مرداد، شهریور برید بگردید، برید کار کنید، پول در بیارید و خوب و خوش و پولدار باشید. و اما گفتم ساعت 2 بعد از ظهر با آقای منوچهر هستیم از ماساچوست، بعد میریم سراغ یزدان خداوندلو، من براش می‌نویسم یزدان پاک، ایشون ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک و 9 شب به وقت آلمان، چون ایشون در آلمان هستن. یادتون میاد که دوستان طرفدار پادشاهی چه با غرور اعلام میکردن که بله ببین شاه چجوری صحبت کرد 9 سال نمیدونم قبل از انقلاب، سال 70 اوپک رو اینجوری کرد و به اینها گفت دیگه ما نفت نمیفروشیم و اوپک قیمتا رو برد بالا و آمریکایی‌ها ذلیل شدن و تو صف وایسادن. اینها یه فیلمی گذاشتم روی فیسبوک دوستان، حتما برید اینو ببینید، و اگر روی فیسبوک نیستید خب چرا نیستید؟ شما که اینترنت دارید، همه اطلاعات دارم که همه دنیا دارن، بیاین روی فیسبوک، یه اسم و فامیل و ایمیل میخواد یا علی مدد، بعدم شما دیگه زندگیتون خراب میشه مثل همه. در صورت برید ببینید، ولی دلم نمیاد برای اونایی که ندارن اینجا نشون ندم. حالا نمیدونم صداشو اینها به اصطلاح درست پخش میشه نمیشه، ولی ما سعی خودمون رو میکنیم تا ببینیم چه خواهد شد. اجازه بدین این بلنگو رو هم نزدیکتر کنم به دوستانی که ما را از فیسبوک میبینن. و بله، الیاس عزیز آمد نوشت سلام، سلام الیاس. و این هم ببینیم ویدیوی این برنامه چی میشه. دوستان یه مقداری دقت کنید، این فیلم 1 ساعت خورده‌ای هست، ولی من اون چند دقیقه‌ای رو که با زیرنویس فارسی هست و میگه که این به اصطلاح هیتمن توی آمریکا از قدیم هم بوده، مثلا یه کسی به یه کسی بدهکار بوده، توی ایران هم بود، اونایی که میگفتن شرخر، هیتمن همون شرخر خودمونه، میرفت طرف رو میزد، تهدید میکرد. اینجا حتی بعضی خانوما میرن یک کسی رو پیدا میکنن شوهرشون میکشه، شوهره میره یک کسی رو پیدا میکنه خانمش رو میکشه. خیلی هم از اینا پلیس هستن، به جایی که اونا کشته بشن زندان میفته و همه پول گیر خانمش میاد یا همه پول گیر شوهرش میاد. در هر صورت هیتمن توی فارسی فکر کنم شرخر میشه، اینایی که مثلا
اینجا باز میگم توی شرط بندی ها و اینها یکی هست به نام بوکی، وقتی که شما بدهکارش میشی میاد با چوب بیسبال قشنگ جلو زن بچت پاتو میشکنه میره، که دیگه اون همسایه بغلی هم بفهمه که اگه پول ندن پاش میشکنه، به این خاطر که طرف اگه شده ماشینش هم میفروشه ولی بدهکاریشو به این قماربازا میده. حالا یه سری هیتمن هستن کارشون زدن آدما نیست، به اینا میگن اکانومیک هیتمن، شرخرای اقتصادی. این آقا یکی از اونها بوده که حالا لابد وقتی که میبینه دنیا به اینجا رسیده از کرده خود، از گذشته خود به اصطلاح پشیمان شده. و ببینید که ایشون چی میگه. این میکروفون بلندگورم من تنظیم کنم، بریم بشنویم و امیدوارم که صدا هم خوب باشه. بذارید ببینم اینم صداشو میکنیم 100% برای دوستان فیسبوکی. دوستان من همین اول برنامه بگم که هر کسی این برنامه رو میبینه اگر امکان مالی داره حمایت کنه. In the early 70s, OPEC didn't like what we were doing in Israel. Same old story. And so they cut off our oil supplies. So some of you will remember these long lines at the gas stations. And we feared we were going to have another depression like the 1929 depression. And so the US Treasury Department came to me and other economists. بله ببخشید، برای دوستانی که ممکنه انگلیسیشون از من بدتر باشه، میگه که توی سال 1970 که یادتون هست اوپک به خاطر کارایی که ما با اسرائیل انجام میدادیم در میدل ایست و اینها به ما به اصطلاح قهر کرد و نفت رو کم کرد و صفهای طولانی ایجاد شد و اینها. بعد میگه آمدن سراغ من به عنوان هیتمن اقتصادی و ببینید که اینها چه طرحی ریختن. Listen, you know, we can't allow OPEC to blackmail us anymore. You guys got to come up with a plan so this will never happen again. میگه که اومدن به من گفتن که ما نمیتونیم با OPEC به اصطلاح باج بدیم. من دارم چی میگم؟ این زیرش با فارسی نوشته. ببخشید، اصلا متوجه نبودم. خودتون دیگه فارسی رو بخونید. ببخشید. We knew that plan had to involve Saudi Arabia because it had more oil than anybody else, and it also the House of Saud, the royal family, was corrupt and corruptible. The long version is explained in the book, but the short version of what we did, the deal we finally struck with the House of Saud, was a deal whereby they would return almost all the money they made from selling oil to the United States, invested in U.S. government securities. The U.S. Treasury Department would use the interest from those securities, which over the years has amounted to trillions of dollars, to hire U.S. companies to westernize Saudi Arabia, build petrochemical complexes, desalinization plants, whole cities out of the desert, McDonald's and all the other things that go along with our Western culture. The House of Saud would also agree to keep the price of oil within limits acceptable to the oil companies, possibly not acceptable to you and me, but acceptable to the oil companies. And this is very, very important. They agree that they would never ever sell oil for anything other than U.S. dollars. This happened in the early 70s, right after we'd gone off the gold standard because we were bankrupt, because we could not pay off our debts to European countries in gold. Nixon took us off the gold standard, and then we were stuck with a situation as why will anybody in the world use dollars? So very shortly we came up with this plan, which in essence made put the dollar on the oil standard. You cannot buy oil on the world market for anything other than dollars, and that's very important to the corporatocracy. We, our part of the bargain was we agreed to keep the House of Saud in power, in control. It was an amazing deal, the deal of the century. It was history-making, incredibly powerful deal that we struck with Saudi Arabia, and it's held. It's had some what the CIA calls blowback, unintended consequences. For example, one of the things that really pisses Osama bin Laden off is those McDonald's and those desalinization plants and those petrochemical complexes surrounding Medina and Mecca, the two most sacred sites in Islam. And it pisses off a lot of other Muslims in Indonesia and all over the world. There's been some blowback, but on the whole, the corporatocracy looked at this as an incredible success.
I had done my job. We economic hitmen did a great job with that one. So we decided that Saddam Hussein ought to accept something very similar. Now, probably a lot of you know that Saddam has been our boy for a very, very long time. You may remember Abdul Karim Qasim, who was president of Iraq in the early 60s. Qasim came up with a unique concept. He said, Iraqi oil ought to go to benefit the Iraqi people. How novel is that? But we didn't like that very much. He began to tax the oil companies, particularly the British and some American companies, and threatened to nationalize our oil companies. And so we decided that Qasim had to go. The CIA sent an assassination team. It was headed by a man who was still going through high school, an Iraqi citizen who was still going through high school. They riddled Qasim's car with bullets on the streets of Baghdad and missed him. The head of this assassination team was wounded and fled to Syria. His name was Saddam Hussein. He was a CIA agent in those days, an assassin for us. He failed. And so the CIA went directly, and this is all history, I'm not creating this. CIA went in and had Qasim publicly executed on Iraqi television. They put Saddam's cousin in charge. He became president of Iraq, and Saddam became vice president in charge of security. Eventually, as you know, he became president. He was our boy. He was our man. بله دوستان، میبینید که اصلا چجوری میگه که صدام حسین پسر ما بود، مرد ما بود. اینا وقتی میگن our boy و our man، یعنی اصلا مأمور ما بود. و ببینید چجوری تصمیم میگیرن حکومت ها رو عوض کنن. اون وقت این دوستان طرفدار پادشاهی به جای این که بیان بگن که اون کاری که اون روز بدون پیشبینی با عجله انجام شد باعث شده که خاورمیانه رو به امروز بکشه، هی میگن ببین شاه چقدر قوی بود، چه کار کرد. شاه نه از نفت چیزی میدونست، نه از اقتصاد چیزی میدونست، نه از سیاست چیزی میدونست. یه آدم ترسو، یه آدم کم سواد، فقط ادای این و اون رو در می آورد، پوز میداد. این کلمه پوز میداد، شما وقتی میخوای عکس بگیری میگن پوزت خوب نیست، یعنی پوز بگی، اینجوری قیافه بگی فلان. در هر صورت اینو من فقط براتون گذاشتم. بعد ببینید میگه اونی که اون قاسمی که توی عربستان گفت که ما توی عراق گفت نفت باید، اگه نفت فروخته میشه پولش به عراقی‌ها برسه، اونو ما انداختیم بیرون. ولی این احمق عربستان سعودی که قول داد در هیچ زمانی ما نفت رو به پول دیگه‌ای مثل حالا یورو که اون موقع نبود، یه نوع نمیدونم واحدهای دیگه نمیفروشیم، فقط به دلار میفروشیم، به این وسیله دلار قدرت پیدا میکرد. یکی دیگه پس از اون صدام حسین و پسر عموش بودن که اون شده رئیس جمهور و صدام حسین هم نخست وزیرش بوده. بعد اون بدبخت رو تو تلویزیون هم نشون میدن اعدام میکنه. این حالا ما باید تو قرن 21 هی بشینیم به این دوستان هی سر بحرین، سر رودخانه فلان، سر فلان دعوا کنیم، در صورتی که اینا یکیشون نمیان بگن آقا اشتباه کرد، این آدم باید میره برای خودش دختر بازی، زن بازی، خوشگذرونی، میذاشی آدم با سوادی، با سیاستی ایرانو بچرخونه. در هر صورت این ماجرا از ایران شروع شده دوستان، از ایران. بیکفایتی، یاوورشون داشتن، بلند میشن به اون آقای جمشید آموزگارم میرن و بعدم خوشحال میان که ما قیمت رو بردیم بالا. عیب نداره، شما قیمت رو ببر بالا، من میام امشب بنزین میزنم، ولی شب که تو رفتی خونه من میام گستشتنی تو آتیش میزنم. این کاری بوده که آمریکا با ایران و کشورهای دیگه کرد و هنوز من و شما داریم تقاصش رو پس میدیم. حالا هر کسی از شما شاه اللهیا طرفداران پادشاهی، اولا با خبر شدم که شهین خانم که طرفدار پادشاهی و یکی دو برنامه آمدن صحبت کردن، درباره همه چیز صحبت کردن به غیر از اون چیزی که خودشون میخواستن صحبت کنن، چون یه اشکال بزرگی هست که دوستان وقتی برنامه میگیرن به من میگن که
حالا من قبلش هم برنامه شما رو گوش میدم تا در اون مورد صحبت کنم. میگم آقا شما اومدی از من انتقاد کنی یا اومدی برنامه خودتو بگی؟ مطلب خودشونو فراموش میکنن، موضوع لکچر خودشونو فراموش میکنن. در هر صورت شنیدیم که شاهین خانم هم بیمارستان بوده، یه دوست مشترکی داریم، ایشون نوشته که حالش خوب هست و آمده بیرون، ما خوشحالیم. هر کدوم از شماها مایلید بیاین اینجا بشینید صحبت کنید، و الا تو تلویزیونای شاه و لایی هی شما بگید چهار تا بی سوادی هم که اون دوره به خاطر چاپلوسی یه شغل و یه مقامی داشتن به به و چه چه کنن، این مشکل حل نمیشه. داریم دیگه، هی برای من میفرستن آقای جابر کلیبی برای من فرستاده نمیدونم فلان چی. میگم آقا این همه ذکر مصیبت گفتن، یکی از شماها نیست که به ما بگه چه باید کرد. ما خنده جواب داده که نه عزیزم، ما به همین ذکر مصیبت مشغولیم. آقای دکتر کوروش عرفانی آمده امروز نشسته، امروز نه، ویدیوشو برای من سعید از کالیفرنیا فرستاده که میگه مردم چی شدن؟ میزنن تو سرشون هیچی نمیگن، پولشونو میبرن هیچی نمیگن، تجاوز میکنن هیچی نمیگن، و مردم نمیدونن این حکومت اینجوری باید تو سرش زد، باید پشت گردنش زد. میگم آقا ما همه میدونیم چی میخواد بزنه پشت گردنش، کی میخواد این زنگوله رو به گردن این گربه ببنده؟ شما، آقای افتخاری، آقای فرهاد پارسی، فرهاد پارسی که پولای زندگیشو از پولای دزدی بختیار کش رفته، چی دارید میگید آخه؟ آقای عرفانی برید بشینید یه جا، به یه کسی هم امکان بدید که آقای خداوندلو گفت، گفت با ایشون تماس گرفتم، گفتم آقا این چیزایی که شما میگی اینجوری نیست، گفته شما اول پول بده. آقا من پول میدم به شرط که بیام تو برنامه انتقاد کنم ازت، نه پول رو بگیری بعدن خدا حافظ. در صورت اینم از این ماجرا، آقای یزدان خداوندلو ساعت 3 بعد از ظهر با ما هستن، 13 دقیقه دیگه میریم ماساچوست سراغ آقای ممنونم حمیدم آمده میگه اوکی اوکی. ماجرای اوپک برای دوستانی که فکر میکنن شاه نابغه سیاسی اقتصادی و نظامی بود، دیدید این فیلم یک ساعت خورده ایه، برید ببینید. و این هیتمن خیلی قشنگ میگه، تو کتابش هم هست، میگه که ما کارمون رو خوب انجام دادیم. یعنی اون نقشه‌ای که اینها ریختن نقشه‌ای نیست که شما امروز یه چیزی رو گرون بفروشی، نقشه‌ایه که 30 سال دیگه خوب کار کنه. نقشه اینه که نفت شده بود چقدر؟ شده بود 40 دلار، بعد از 30 سال تازه اومده به این قیمت. یا مثلا احمدی نژاد و دوستاش خوشحال شده بودن که نفت شده 200 دلار. چی شد؟ پولا رو گرفتید، بلد نبودید خرج کنید. دیدید تو این میگه، میگه که ما به عربستان سعودی گفتیم ما این چیزها رو از شما میخریم به شرطی که پولشو بدی به خودمون. اصلا ببین چه احمقی باید باشن اونا، به شرطی که پولشو بذاری تو بانک خودمون، از سود بانکش ما یه سری کارشناس مستشار میفرسیم اونجا به شما بگن چجوری سیستمتو بکن مثل ما. و این احمقا کردن چرا؟ برای که آل سعود میخواد پادشاه باشه اونجا، فکر مردم نیست که. حالا باز اونا حالا یه پولی هم به مردم میدن. در صورت منتظر شما هستیم، هر کدومتون همت داشتید، جرأت داشتید، بیاین جلو با هم صحبت کنیم. و ماجرای اوپک گفتیم، و اما این آخوندها که در همه کاری دخالت میکنن، از فوتبال گرفته تا ببخشید بستر و همخوابی زن و مرد و بچه ها، که اگر این شب نمیدونم بچه درست شده باشه قاتل میشه، اگه اون شب درست شده باشه چی میشه. به یکی از دوستان گفتم اینا چیه؟ گفت متاسفانه اینا فکر کنن همه چیز رو میدونن. گفتم فقط احمقا هستن که فکر میکنن همه چیز رو میدونن، نادان ها. ولا اونی که میدونه دیگه از بو علی سینا که دانشمندتر و داناتر نداشتیم. گفت تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم. بعضی ها میگن بدانم هی نادانم یا خیلی نادانم، هرچی. یه دوستی داریم، اون روزم یه ویدیوی کوتاهی صداشون رو گذاشتیم و اینها، یک نشریه ای رو برای من فرستادن، یعنی یک مقاله ای رو که بذارید بهتون نشون بدم، الاوسط فکر کنم باشه، و این درباره صحبت‌های فرح دیبا و اینها است. بهشون گفتم اینو ترجمهش کن، گفت اصلا این ارزش ترجمه نداره این مقاله، فقط این آقا اومده که از زندگی فرح دیبا پهلوی به اصطلاح
برای دیگران گفته، اسمش هم قاسم حسین، مذاکرات فرع دیبا السعود الارش یا همچیز الی ارش یا همچیز، در اصل قاسم حسین، بعد کاتب بحرینی مینه این آقا، میبینید عکسشو فیسبوکی هم شما میبینید چجوری تصویر تشخیص داده میشه. در اصل چون مقاله به عربیه، از این دوستان خواهش کردم که اینو ترجمه کنه، گفت ارزش نداره ولی درباره یه چیز دیگه بهتر میام صحبت میکنم، و ایشون گفت که اگر بشه جمعه، گفتم والا فرهاد شاعر و خواننده یه شعر خونده بود که جمعه روز بدی بود، روز بی حوصلگی فلان، من جمعه خیلی گرفتارم، جمعه 2 ساعت با دوستان از آلمان هستیم کانون آوا، بعد میام با سرهنگ عقیلی پور هستیم ساعت 3 بعد از ظهر، و ساعت 4 بعد از ظهر ویدیوی آقای حسن ارشاد رو باید پخش کنیم و اینها. به ایشون گفتم اگر میتونید دوشنبه، زمینن دوشنبه هم یه مهمان دیگه ای دارم، بانوی از انگلستان که در رابطه با محمد علی، این اسمش محمد فامیلیش علی بود، ما هنوز به اشتباه می‌نویسیم محمد علی کلی، چون تو ایران محمد علی رو به نام یه اسم میشناسن، در صورتی که آقای کاسیوس کلی اسم فامیلش عوض کرد، اسمش رو تغییر داد به محمد، فامیلش به علی، در صورت در اون مورد نوشتن، و اسم مقالهشون هم این است که چرا مرگ یک مسلمان به اصطلاح ایشون رو غم زده و داغدار کرد، و قرار دوشنبه، ولی ساعتش رو نمیدونم، ساعت 2 یا ساعت 3، سعی میکنم این دوتا دوستمون رو، اگر اون دوستمون ویدیو درست کنه و اینها، که اینجوری برای من بهتر میشه، چون من دستم بازه هر وقت بخوام اون ویدیو رو پخش میکنم، دیگه مجبور نیستیم سر یه ساعت معینی به اصطلاح برنامه رو قطع کنیم یا عوض کنیم به اون صورت. این هم از این. پس دوشنبه هم 1 یا 2 مهمان داریم، یکیش 100%، 2ش 50%. ماجرای 50% گفتن یه نفر به دوستش گفت میخوام برم خواستگاری دختر شاه، گفت آقا بیچاره، آخه دختر شاه رو به تو نمیدن که. یه چند روز گذشت گفت چی شد، گفت درسته همه کارا، گفت چی شد و اینا، گفت 50%ش درست شده، گفت چطوری، گفت اون 50%ی که من باید موافق باشم موافقم، فقط مونده 50% دختر شاه. حالا این اون مهمون دومونم 50% من گفتم دوشنبه، ایشون دیگه یا منزل نبودن یا چون ماه رمضانه توی کشورهای عربی ایشون هم مشغول افطار هستن. خب ببینم براتون دیگه چی گذاشتم اینجا. بله، آقای خداوندلو امروز درباره اسلام شناسی سنتی در برابر دین شناسی مدرن میخوان صحبت کنن. من به هر کسی که برنامه میدم توی تلویزیون مردم میگم که این برنامه رو که میدم منظور این نیست که شما من رو بخری و بگی ساکت باش، من به عنوان یه بیننده مثل همه بیننده های دیگه حق دارم ازتون انتقاد کنم، حق دارم ازتون سوال کنم، شما هم حق داری جواب ندی، همون که جواب ندی مردم میفهمن دنیا دست کیه و کجا به کجاست. حریم خودم، این دوستمون علی شیرازی کار قشنگی رو چند مدت راه انداخته و میره این مقاله هایی رو که در رابطه با روانشناسی اجتماعی هست نگاه میکنه که ببینه چرا مثلا ما یا این ملتی یا اصلا چرا مردم جهان این کاری رو اینجوری انجام میدن یا کاری رو اینجوری انجام نمیدن. مثلا مقاله ای رو که امروز ایشون فرستاده این هست، چرا در کار هم دخالت میکنیم، فقط حریم خودم شخصی است، فرهنگ احترام و حفظ حریم شخصی بستگی به تربیتی دارد که از کودکی شکل میگیرد و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. اما جای تعجب است که چرا در میان ما ایرانیان جایی برای دخالت نکردن در امور شخصی دیگری به عنوان یکی از اصول اولیه فرهنگ احترام به حریم شخصی و استقلال دیگران داده نمیشود. نمیدونم چرا ما ایرانی ها عادت داریم در کار یکدیگر دخالت کنیم و سر از کار هم در بیاوریم. خود شما گفتید که این تربیت خانوادگیه و خود شما اون بالا نوشتید که به اصطلاح واگیره یا منتقل میشه یا سرایت میکنه از یه نسلی به نسل بعدی.
من سعی میکنم در حین برنامه نگاهی هم به فیسبوک بندازم. مثلا آقای این اشتون، من چون اسم اصلیم اصغر هست، وقتی که توی آلمان بودم که خب بعضیا خیلی اشتباه میگفتن، اینجا که اومدیم با خاکستر و اینها شروع کردن، یکی از اسمایی که به اشتباه به من میگفتن همین اشتون بود و من باید این اسم رو انتخاب میکردم. روزی که گرین کارت و اینها گرفتم نکردم دیگه، اشتباه کردم و در هر صورت موندیم به همین نام و نشان. درباره اسم اینا بهتون بگم، دیروز یه دوستی برای ما مبلغی ارسال کرده بود و با وسترن یونیون فرستاده بود. ما رفتیم وسترن یونیون. دوستان، اینایی که هر روز تبلیغ میکنن میگن ما میخوایم صرفه جویی کنیم در کاغذ، درختار رو سیف کنیم، جنگل ها رو، این چقدر؟ این یه متر هست؟ اون وقتا اینجوری میکردیم، میگفتیم یه متر. وقتی متر نداشتیم دستمون رو میگرفتیم تا این صورتونم از اینوری میکردیم. اگه اینجوری میکردیم 5 سانت 10 سانت کلک میزدیم. یک متر یه رسیدیه که یه پولی رو اینها از یه کشوری به ما دادن. اون وقت اینا پرینتر، در صورت که رسید اصلیش یه انقدی بود، نوشته بود این مبلغ از فلانی به سوربی، از فلانجا به به آمریکا، همین. ولی اینقدر کاغذ الکی، هر دفعه هم که من اینو میگیرم میندازم سطل آشغال جلو خودشون، ولی این بار گفتم بیارم نشون بدم. یه سری از این شعارها دروغه. حالا در رابطه با این شعارهای دروغ، یه دوست یه مقاله خیلی خوبی فرستاده، من براتون میخونم ببینم که آها، پدر زحمتکش. این بذارید اصلا اگه بشه نشونتونم بدم که شماها هم مشغول بشید. گاهی وقتی هم ببینید بعض وقتا خوندن چقدر مشکله، مخصوصا منی که باید هم توی دوربین نگاه کنم هم روی این نوشته نگاه کنم. به این وسیله کلک میزنم و شما رو میذارم سر کار که خودم اینجوری فقط به نوشته نگاه کنم. پدر زحمتکش در دمای 50 درجه سخت مشغول کار کردن بود و پسر 26 سالش بی توجه غرق در اینستاگرام این پست را گذاشت: به سلامتی همه پدرها. مادر از 5 صبح بیدار شده بود و مشغول کارهای خانه، ولی دخترش لنگ ظهر از خواب بیدار شد و چند ساعت بعد در فیسبوک پست گذاشت: همه هستیم مادرم. در همان لحظه مادر وارد اتاق دختر شد. دخترک فریاد زد: 1000 بار بهت گفتم بی اجازه نیا تو اتاقم، نمیفهمی؟ راستی پست دختر کلی لایک خورد. مرد تابلو خاتم کاری شده زیبایی را که خریده بود روی دیوار نصب کرد. همسرش گفت: حال برادرت را که بیمار است پرسیده ای؟ با عصبانیت گفت: الان حوصله ندارم. اما روی تابلو خاتم نوشته بود: بیا تا قدر یکدیگر بدانیم. آیا تا به حال هیچ فکر کرده ایم که شعارهای ما در دنیای مجازی چقدر به رفتار ما در فضای حقیقی شباهت دارند؟ من برای این دوستمون نوشتم که خب دلیلش هم همینه که اسمش رو گذاشتن دنیای مجازی. اون وقتا میگفت که این عکس این شکل طبیعیه، این یکی مجازیه، یعنی وجودی خارجی نداره، قلابیه، دروغیه. به همین خاطر هست که توی فیسبوک این چیزها رو میذارم و این نوشته خیلی قشنگه. احتیاج داره آدم یکم بهش فکر کنه و یکم خودش عمل کنه، اون چیزی رو که باور داره بنویسه. شعار دیگران رو برداریم کاپی پیست کنیم بذاریم اونجا: به سلامتی پدرها، ولی با پدرمون بدرفتاری کنیم، به سلامتی مادرها، ولی مادرمون حق نداشته باشه تو اتاقمون بیاد، اینها رو بذاریم کنار. ساعت 2 بعد از ظهر بریم به شهر، بریم به ایالت ماساچوست و من باستون و اینها رفتم، خیلی قشنگ و زیباست. حالا ببینیم که این دوستمون منوچهر خان هنوز رسیده منزل یا نه، چون بنده خدا گفت من یه ساعت نیم زودتر از سر کار میام بیرون تا برسم به چیز. میدونی اینجا بعض وقتا ما یه ساعت نیم با رانندگی کنیم. یادم اون وقتا مثلا بعضی از تهرونی ها میرفتن کرج کار میکردن، اینها بعدن خیلی خوشحال شده بودن که اتوبان کرج درست شده و اینا میتونن خیلی سریع برن، ولی اینجا هر روز همون اوضاع هست.
الو. سلام. سلام قربان. سلام آقا منوچهر خودمون. بله بله. به به. سلام عرض میکنم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام به شما. سلام از من. بالاخره این تلسم شکست و شما روی خط با ما میتونید صحبت کنید. خیلی خوشحالم. ممنون از زحمات شما، ممنون از حمایت شما. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان درباره اون مطلبی که قبلا هم گفته بودیم هر چقدر که دلتون میخواد صحبت کنید. بفرمایید. یک دنیا ممنون. اولا که اجازه فرمودید که از شما تشکر کنم به خاطر اینکه بنده رو در واقع تحمل میفرمایید که در خدمتتون باشم و همچنین خدمت ایرانیان عزیز از خانمهای محترم و آقایان محترم که برنامه شما رو معمولا نگاه میکنن و امیدوارم که حالشون خوب باشه و از ارادت میکنم خدمتشون و تنها چیزی که هست امکان داره اگه لکنتی در بیان بنده باشه یا اینکه فراموشی باشه، فراموشی موقت باشه، حتما به بزرگی خودشون خواهند بخشید. عرض کنم که بنده ایاتون باشه یا من ایاتون باشه صحبتی بود در مورد اینکه حکومتی که در آینده ایران اگر بخواد باشه و مستمر باشه و خوب باشه میتونه یک حکومت مردم بر مردم باشه. این ایده شخصی منه. شما از من سوال فرمودید توی برنامه‌تون آیا اساسنامه‌ای هست؟ گفتن باید حرف کنم که خیر. اگر مشابهی هست در سایر کشورهای جهان که من خودم ندیدم و نشنیدم با این شرایطی که بنده خدمت رو توضیح میدم و تنها چیزی که هست اجازه فرمایید که نرد کنم که چرا ما باید از دیگران تقلید کنیم، بگذارید که دیگران هم ما تقلید کنند اگر راه اصولیه هست. و در وهله اول حالا اگر سوالی هست بفرمایید یا اینکه من ادامه بدم. نه شما فکر کنم گفته بودید حکومت شورایی، حالا منظورتون رو فهمیدم. بله بله میگید مردم بر من. بله عرض کنم که البته این حکومت شورایی منو چه خان منو یاد شوروی میندازه که قرار بوده من تو هم خدمتتون عرض کردم که اون شوروی رو بذارید کنار. بله. ما داشتیم که شورایی، حکومت شورایی که بهترینش مجلس شورای ملی بود. بله. که هست حالا شورای اسلامی که من قبولی ندارم راجع به این مسئله. در گذشتم بازم همون مشکلات بوده که متاسفانه البته اون مجلس شورای ملی هم ببخشید وقتی انتصابی بوده. بله دیگه همچون انتصابی بله. بود هم اونایی هم که انتخابی بودن باز صحبتایی شده که حتی وقت بعد از اینم که انتخاب میشدن رأی مردم رو مینداختن اون ور هر کیو دلشون میخواسته می آوردن. آقای احمدعلی مسعود انصاری در این باره یه بار توضیح داد. یه ویدیویی هم وجود داره که طرف گویا از تبریز نماینده میشه ولی راهش نمیدن در مجلس. بله خیلی خیلی مسائل هستش که اکنون که اون مجلس شورای ملی در واده مجلس یعنی نمایندگان انتصابی بودن که انتخابی نبودن. همه ما هم میدونیم که این یه چیزی بوده که متاسفانه در چطور میگم بطن اون کشور ما وطن عزیز ما ایجاد شده بوده و اگر به خاطر باشه یعنی توی تاریخ خونده باشیم همون میگفتم مجلس اول، مجلس شورای ملی اول همون افتتاحیش یه مقداری راحت تر بوده، مردم انتخابی بودن و تمام اینا درست. ولی خب اون شورای ملی، شورای اول هم ملی، شورای ملی اول هم که تابع همون مشروطیت باشه بازم همین آخونده همین رهبران دین و اون موقع درش سهیم بودن که 5 نفر باید امضا کنن. اونم یه چیز که قابل وحثه که ما حالا به اونجا نمیخوام بریم به خاطر گذشته ها گذشته. ولی مجلس شورای ولی حکومت شورایی رو من خواستم خدمت رو عرض کنم. این از بطن مردم ایران به وجود میاد، یعنی به هیچ نحوی نمیتونه به نظر من خللی درش ایجاد بشه اگر درستی و با همت و کمک و نظریه افراد همه اینا با هم هماهنگی بکنه ما میتونیم یک حکومت شورایی داشته باشیم. حالا قبل از این که من به اونجا
سخنمو مربوط بدم، اجازه فرمایید که من متولد بخش دو تهران و خیابون، یعنی کوچه بود به نام کوچه کوچه شیخ صفی الدین که یک کوچه کوتاه متراژی بود از خیابان خانقا به کوچه پهن متوسلانی. و اونجا اگر حالا شما این آقایونو بشناسین، آقای شاهروخی که معمول شاهروخ نادری هستند که ایشون اونجا همون اطراف همون خانم منزل ایشون که اسم ایشون در اون موقع حالا نیکنیم بوده یا چی بوده به نام باها بود، ایشون جز همون افرادی بوده که یادتون باشه برنامه های صبح جمعه رو معمولا کارگردانی میکرد. آدم خیلی بسر خیلی بسر جوان، اون موقع جوان خیلی خوب بود که ما بچه بودیم و منزل ما هم تقریبا با همون منزل آقای خطیبی که سرتیب افشارتوس و اونجا گویا بیهوش کردن و بردنش به ترو همونجا نزدیک بود. مدرسه هم که من میرفتم مدرسه قائم مقام نزدیک دروازه دولت بوده و سدی شمالی خیلی نزدیک به منزل آقای ملک شعرهای بهار بوده، یعنی فاصله طولانی نبوده. بعد اونجا یک سال من بودم که خاطره خیلی بدی از اون معلمه برمی سد که خانوم بود که سنش در بوده پنجا سی داره، ولی بی نهایت آدم وحشی بود، خیلی وحشی بود. این خاطره ایش و خیلیات نمیده که کلاس های دوم و سوم و چهار تا شیشم دبستان مسعود صد بوده تو خیابان خیام، که این خیابان خیام از همون خانقاه شروع می شده به قبل از خیابان هدایت می رسیده و اونجا که اون پنج سال من اونجا تحصیل کردم و از خاطرات خیلی خوبم دانش آموزان همکلاس هایی بوده مثل خیلی برای من عزیز بودن، از خانواده خوب خیلی مرتب. و دبیرستان ادیب بود، ادیب بودم دو سال اول، بعد رفتم به بندر پهلوی دبیرستان کوشیار و برگشتم بازم ادیب و آخرین جایش هم که دبیرستانی که بودم دبیرستان خاقانی بود که این دبیرستان از گویا اوائل خیابون شاه منتقل شده به کوچه ستاشه جای همون باشگاه نیرو راستی. و این باشگاه نیرو راستی گویا من هفتش شدم بود که 28 مرداد رخ داد و همین آقای خسروانی ترتیبی داد که اون باشگاه رو بستن. آقای مهران منوچهر مهران من بیادم میاد و عکساشو دارم و خانم نازنین و واقعا یک فرشته به نام خانم منیره مهران و دو تا فرزند داشتن، یه پسر یه دختر، بی نهایت زیبا چهره بودم و دوست داشتنی که بعدش هم ایشون گویا اومده در شمال کالیفرنیا، دخترش مثل که به بیماری سرطان فوت شد و پسرش هم در یک تصادف اتومبیل و خودشون هم بعدن در کمال خیلی ناراحت مثل که گفتن که من شنیدم فوت شدم. در دبیرستان ادیب که من خدمت برادر کوچک آقای نادرپور با هم کلاس بودیم، بی نهایت جوان زنی اون وقتی نوجوان بی نهایت محجوب و دوست داشتنی و این خاطرات هیچ وقت فراموش نمیشه. همین جنب آقای نادرپور قبل یک سال قبل از فوتش صحبت کردم، ایشون گفتن که برادر من به علت این که عاشق دختری بود متاسفانه خانواده موافق نبودن و ایشون یه مقداری ناراحتی روانی پیدا کردن، ولی درسشون تموم شده بود در دانشکده کشاورزی و الان هم یه زمینی دارن در برامین و اونجا کشاورزی میکنن. اینم البته من سعی کردم پیداشون کنم، شاید تلفنی صحبت کنم از اینجا و افراد نشدم. برصد این خاطر چیز دوران ابتدایی بود، اگر پرسشی در این مورد هست
که خدمتون جواب بدم. با خیابونا کوچه و خیابون و همه جایی که من بودم همه آسفالت بود و یعنی خاکی نبود. خب شما وضعتون خوب بوده که با اون کسایی که تو تلویزیون کار میکردن یا شاعر بودن اینا هم مدرسه و اینها بودید و همین که گفتید این خیابونه به یه خیابون دیگه ای وصل میشد نشون میده نسبتاً جدید بوده، چون خیابونا بعد شده بود 6 متری، 8 متری، 12 متری، 20 متری و 30 متری. ولی من تا اونجایی که یادمه تو شیراز مثلا ما همش کوچه پس کوچه بود، بعدن اون قسمت بالای شهر که درست شد مثلا سینما سعدی که درست شد این ورش 20 متری سینما سعدی بود، اون ورش 30 متری سینما سعدی. بشر کلن ذاتش اینه تا موقعی که توی قسمت قدیمی زندگی میکنه حسرت جای جدید رو میخوره، وقتی میره جای جدید همش میگه آخ چقدر اون خونه های قدیمی اصلا بوی خوبی میداد، درختاشون بزرگ بود، چنین و چنا. ولی ممنونم که شما ما رو بردید توی اون فضای ایران و تهران و اینها. بفرمایید. اصلا که نه اون قسمت اون ناحیه یا اون منطقه بی نهایت قدیمیه، یعنی یک کوچه بود به نام کوچه سید هاشم، حالا اون آقایی رو خانمایی که در این سنین من باشن یادشونه، و اون درست مقابل یعنی امتداد کوچه شیخ سفیدی میشد که میامد به خیابان شاهآباد و همون باشگاه نیراسی بعد هم دارستان خاقانی تو همون کوچه سید هاشم بود. و اون منطقه اصلا به طور کلی همش کوچه بود، ولی کوچه‌ای که ما بودیم هم به حساب عریض بودنش و اندازه همون کوچه سید هاشم بود، یعنی یه جوی وسط بود و دو طرف هم پیاده رو بود و مردم میمیدن بیرد. ولی نه، ولی خیابون خانوها یه خیابون خیلی خیلی کم عرضی بود که از چهارراه سه‌دلی شروع میشد میومد میرفت به طرف خیابون صفی علی شاه و خیلی خیابون تره‌تمیز، خیابون خیام که واقعا یه خیابونی بود که حتی من یادم میاد که مواقعی که پدر من میخواست سجده هوا خوری کنه میرفتیم تو خیابون راه میبود، ما رو راه میبود، چون دست چپ خیابون پای از جنوب شمال که میرفتیم باقی خیلی بزرگی بود که مربوط به باقی آقای شیبانی بود که همین خواننده معروفی چند وقت پیش فوت شدن و من اسم کوچیکشون رو متاسفانه به خاطر یعنی از خاطرم رفتن. بعد برادر آقای شیبانی اصلا هم کلاس بنده بود و در همون دبستان مسعود صد و نه اونجا منطقه جدید نبود، همش نیست و این خیابون خیام مستقیم میرم به پیچ شمران که به اون خیابون تانکابونی یه خیابون بود به نام که منزل آقای منزل تیمسار زاهدی اونجا بود و حتی برای پسر عموی اردشیر آقای اردشیر زاهدی هم کلاس ما بود در دبستان مسعود صد. نه اونجا همشون چیز بود، همه اون قسمت ها قسمت های قدیمی نشین تهران بود. البته خب ببینید آقای منوچهر خان، کلن خود تهران به نسبت شهرهایی مثل اصفهان، شیراز، تبریز کلن جدیدتر بوده، یعنی به همین خاطر بله به همین خاطر ساختمان شهریش یه مقداری مدرنتر بوده و بهتر بوده. ولی حالا برگردیم به ماجرای این که شما گفتید که خب مگه ما مجبوریم که همه چیز رو کپی کنیم از دیگران؟ چرا ما اتفاقا آقای ضیا مصطفی‌زاده یه برنامه و یه پلنی داشتن که متاسفانه دوستان باشون همکاری نکردن و وقت ایشون رو فقط تلف کردن و اگر ایشون خودش تنها کار میکرد فکر کنم بیشتر به نتیجه میرسید یا به هدفش نزدیکتر میشد. من خودم چون یه رشته ای رو مثلا بلد نیستم، همین رشته سیاست، اگر بخوام یه کاری رو انجام بدم میام یه نمونه میگیرم که ناگفته نماند. نمونه این آمریکا رو گرفتن پیاده کردن، قانون اساسی این لایبریا اون کشور رو بر اساس این نوشتن گذاشتن اونجا، ولی برید ببینید اونجا چه جوری اجرا میشه اینجا چه جوری اجرا میشه. باز ناگفته نماند همون آمریکایی که بنده 30 سال پیش آمدم و وقتی رسیدم اینجا داداشای من قصه می‌خوردن که آمریکا خراب شده،
الان من قصه میخورم که به نسبت 30 سال پیش خراب شده، آمریکا هم وضعیت خوب و مطلوبی نداره. شما الان انتخاباتش رو ببینید به چه روزی افتاده. این آقای ترامپ که واقعا مثل یک اسب وحش، اسب که حیوان نجیبی است، مثل یک جانور وحشی داره به همه به اصطلاح شاخ میزنه. خانم کلینتون که با اون سابقه‌ای که خودش و همسرش و اینها دارن، با لباس مثلا 12500 دلاری میاد بعد از حرف مردم، از حق مردم میخواد صحبت کنه. این سوال پیش میاد. خب ما قبول داریم همچین کشوری که شما میگید به صورت شورایی یا حکومت مردم بر مردم تا حالا نبوده. یه نفر که میخواد پایه گذارش باشه باید یه پلن، یه برنامه، اینجا میگن بلوپرینت، اونو داشته باشه. این آقای مصطفی، آقای ضیا مصطفی زاده اینو داشت و بنده خدا برای من فرستاده، وقت نشد ما اینا رو بخونیم و ایشون بیاد توضیح بده. پلن شما یا هدف شما چیه؟ عرض کنم که ببینید، من این چیزو، این تمام این چیزایی که به یادم به خاطرم میاد و ایده منه، من اینا رو کاغذ آوردم، یعنی به صورت کلاسش کردم. بله. تاچ کردیم. ولی مسئله اینجاست که من باید واگذار بکنم این ایده و نظریه خودم رو آقایونی که واقعا میهن پرستن، به دلشون برای وطن میسوزه و قلبشون گروه اون سرزمین و اون قسمت از کشورهای دنیاست، و همچنین افرادی که در قانون گذارن. میدونید چون برای یک پلن درست کردن باید یه نفر، یعنی افرادی، یعنی یک شخص نیست، شاید مثلا باید از تمام ایرانی های عزیزی که خارج از کشورن و دوره حقوق خوندن و حقوق دانن، اینها مثلا بیان اون سیستم رو بیان کلاسه کنن و پیاده بکنن. ببینید یه موقع شما میاد یه نظریه میدید، ولی برای نظریه خودتون وادان، یعنی متعهد میکنید که دیگران که اطلاعات بیشتری دارن و تحصیلات عالی تری دارن، از قوانین کشور و دنیا با اطلاع هستن، اونها باید قوانین رو پیاده بکنن. میگه مثلا فرض کنید قوانین اساسنامه یک کشور فقط خودش یک شهر که اینو ایجاد نمی کنه، میان اینو نظریه میده و توی یک سمیناری یا افراد دور هم جمع میشن و اینا رو میان به حساب سیستم بندی میکنن و میانن روی یک سیستمی که با کشورشون بخونه. ده. حالا این نظر منه، من فقط نظریه دارم میدم. حالا اگر بخوای مثلا فرض کنین که اینا رو من کلاسه کنم براتون بفرستم، من فکر میکنم که طول میکشه، ولی وقتی که این نظریه اول رو که همون سیستم حکومت مردم به مردم بر مردم شورایی هست، اینو شاید، یعنی بهتر حتما دیگرانی که در رده بالاتر هستن اونها باید پیاده بکنن، اونها باید دلسوزانه این کارو دنبال بکنن. خب یه چیزهای کسر میشه، یه چیزهای اضافه میشه، درست مثل تمام قوانین کشور، تمام قوانین هیچ فرقی هم نمی کنه. ما قانون مشروطیه که داشتیم، کردی مواد به حساب انحرافی بهش اضافه شد، کردی هم از چیزهای اصلی زده شد، ولی اینجا مسئله این نیستش که دیگه نمیتونه کسی به خودش اجازه بده یک چنین کاری بکنه، چون مسئله شوراست. من یه مثال خیلی کوچیک خدمت رو عرض کنم. من در ایران با یه آقای آشنا شدم که آلمانی بود، از آلمان اومد و در ایران کار میکردن. یک شرکتی بود به نام ویدلا. این شرکت ویدلا همون لوازم آرایشی بهداشتی، به خصوص خانوما به یادشون میاد که رنگ مو تولید میکردن در ایران. این مدیر عاملش که با ما دوست بود، با بنده دوست بود، صحبت میکرد، میگفت که من دو ماه پیش با گروه مثلا مدیران شرکت خودمون که منم جزوشون انتخاب شده بودم رفتیم به ژاپن و میخواستیم یک قراردادی رو اونجا تنظیم بکنیم. ما دور پشت به حساب یه میز خیلی طویلی بود و نشسته بودیم، این طرف اون طرف ژاپنی ها بودن و اون سرپرست اون ژاپنی که به حساب روبروی
مدیر عامل ما بود و سوالا رو مطرح میکرد یا جواب ها رو مطرح میکرد، ما اگر یعنی مدیر عامل ما اگر یا پرزیدنت ما یه سوالی که میکرد، این آقا در گوش بغلی میگفت، یعنی آقایی که بغل راستش، همینطوری مثل زنجیر میرفت آخر خط بر میگشت و این جواب میداد. بعد ببینید مسئله اینجا شورایی شده بود، یعنی اون کسی که تخصص داشت اون آقا نبود که به حساب پرزیدنت بوده، همه اونایی که افرادی که اومدن در اون جلسه متخصص بودن در یک رشته، اینا فرمودید؟ بله بله. اینا همشون جواب میدادن، بعدن این آقا جواب مدیر عامل یا پرزیدنت ما رو میداد. و من خودش به من گفت که من واقعا تعجب کردم که ما که این همه اصولگرا هستیم در آلمان، من این سیستم دیگه ندیده بودم. حالا شما حساب بکنید، شخص علیحضرت ما خیلی نازنینم بودن، میگم رئوف بودن، همه چی بودن که من نمیتونم قبول بکنم. ایشون مثلا حتی وزیر امور خارجه کشوری میومد، فقط وزیر امور خارجه ایران فقط میشه راننده ای آقا یا کمک راننده، سوارش میگم میبردش تو کاخ علیحضرت، علیحضرت فقط این آقا پشت در میشست، همونطور که توی خاطرات علم هم هست، پشت در میشه تا اونا صحبتشون تموم بشه. خب آخه اینجا شما حساب بکنید که بس این وزیر امور خارجه چه سمتی داره. بله، سمت رانندگی خیلی داشته. منو چه جان اگه شما لطف کنید ببینید، بعضی وقتا هست که یه چیزی رو مثلا من میخوام درست کنم، ازش پول بسازم، این رو باید محرمانه نگه دارم، به کسی نگم، به ثبت برسونم، بعد وکیل بگیرم، بعد این رو منتشر کنم. یه وقتی هست یه چیزی رو من در جهت به اصطلاح خوبی و رفاه مردم میخوام و نمیخوام ازش سودی بگیرم، برای من مسئله نیست، اونو منتشر میکنم. شما اگر این چیزایی رو که میگید همونجوری که میگید، حالا یه مقدارشو ردیف کردید، اگر میخواین چه از طریق تلویزیون مردم میتونید بیاین عنوان کنید بگید قسمتاشو، چه اگر به صورت نوشتاری هست میتونید ارسال کنید که من روی فیسبوک، روی صفحه مردم تیوی، وبسایت و اینها بذارم. اینجوری اون کسی که شما گفتید، اونی که قانون رو میدونه، و ببینید این مجموعه که شما میگید این باید بشه یه قانون اساسی، یعنی احتیاج بله، به کسی بله، داره بله. که بله بتونه مجلس مؤسسان تأسیس کنه. خب ما آقای نصر احمدی هم داریم، دکتر نصر احمدی، این بنده خدا میگه من اصلا قانون اساسی ایران رو آماده کردم. ولی ماجرا باز برمیگرده همون، شما تو اون شورای وقتی میگید آلمانی میگفته، اونا در گوش هم میگفتن، نتیجه چیز میشده، این بوده که یعنی آلمانی مثل این که یه کاغذی رو میده، یه طرحی رو میده، اونها یعنی تکمیلش میکنن. ولی اینجا اینه که الان چند سال آقای نصر احمدی اینو نوشته، دو نفر نمیرن بهش بپیوندن بگن آقا این طرحی که شما دادی خوبه، کارسازه، یا اینکه اشکالش اینجاست. میدونید همه فقط بهش میگن برو بابا، اینم یه روزی با رضا پهلوی بوده، نه بهش نمیشه اطمینان کرد، چنین و چنا. اگر شما این چیزی رو که میگید به فکرتون بوده و درست کردید و اینها، میخواین ردیفش کنید، این به صورت به اصطلاح مرتب در بیارید و میتونید منتشرش کنید، از تلویزیون مردم، از فیسبوک ما استفاده کنید و این کار رو انجام بدید. اگر زمان میخواد که مثلا 6 ماه، 1 سال، 3 ماه طول میکشه، چون میدونم شما سخت کار میکنید، اون رو هم میتونید بگید به مردم. ولی همین که امروز شما میاد صحبت میکنید، یه دریچه باز میشه به مردم، بگید که بابا من یه همچین فکری دارم. مثل این میمونه که من بگم یه ماشین جدید میخوام اختراع کنم که بنزین نمیخواد، دودم نمیکنه، با هوا میسوزونه، خیلی هم صاف، ولی احتیاج به یکی دارم پول داشته باشه، گاراژ داشته باشه. خب یه نفر ممکنه زنگ بزنه به من صحبت کنه، البته امیدوارم از اونایی نباشه که طرح منو بدزده بره دنبال کار خودش. در صورت این هست، حالا اگه شما فکر دیگه ای به نظرتون میرسه بفرمایید. اصلاً که من اجازه میخوام که این عرایزم امروز به یه جایی برسه، بعد ببینید که چه میشه کرد. بفهم. و این وقتی که اینطوری شد، حتما یه عده، به خصوص من در مورد مثلا ارتش یه نظریه‌ای دارم که الان خب دو فرد خیلی
عاقل و دانشمند شما داری، یکی تیمسار آریانپوره، یکی هم سرهنگ جناب دکتر عقیلپور. بله. و اینها یکیشون در نیروی دریایی بوده، یکیشون هم در ارتش بوده، چون یونیفرماشون اینطوری به من نشون میده. بله بله. حالا راجب کلن راجب اون حکومت مردم بر مردم یا شورایی، به این نتیجه من رسیدم که ما باید از یک قصبه تو ایران، یک مثلا فرض کنید که استان خوزستانی میگیریم، دارای شهرهای یه شهر بزرگ مثل اهواز که مرکز شهر خرمشهر و آبادان و شهرهای دیگه ای داره به طور کلی، ولی از اون دهنشین یا اون قصبه حتی اگر 5 خانواده در اون زندگی میکنن، از همونجا باید شروع بشه. یعنی اون 5 خانواده میتونن یک نفرشون رو انتخاب بکنن به عنوان اینکه ایشون میتونه نظریه ما رو داشته باشه بده. همینطوری میان به صورت شهرها، شهرها باید حتما به یه بخشهای خیلی کوچیک، یعنی شما تو محله خودتون یا تو منزل پدریتون در شیراز حداقل اقل 50 خانواده که اونجا در اطراف خانواده خونه منزل شما بودن، همه رو به اسم میشناختید، همه رو میدونستین کارشون چیه. یعنی ببینید که هر چیزی میاد به صورت شناسایی کامل یک منطقه. اگر اینها بتونن نماینده خودشون که میتونن انتخاب بکنن، و اینا ممکنه تمام یک استان میاد مثلا فرض کنید 2000 تا نماینده میاد، یک سمینار میذارن بیوگرافی های افرادی که انتخاب شده خودشون انتخاب مسئول دونستن، میان بیوگرافشون میذارن و تمام مشخصاتشون میذارن، همه مردم اون استان هم اینا رو میشنسن و 3 نفر از اون استان مثلا خوزستان انتخاب میشن به عنوان چیز اصلی، نماینده های اصلی، 3 نفر علالبدل اول، 3 نفر علالبدل دوم. حالا شما اینو به فکرتون بیارید، به تصور بکنید که تمام ما نباید در ایران از استاندار استانهای کشور همش باید بشناسن. ما قبلا یادمی که فرماندهی کل همدان بود یا فرماندهی کل بوراحمد بوده، اینها باید تبدیل به استان بشن که همه در یه لول باشن. از هر استان 9 نفر انتخاب میشن، 3 نفر اعضای اصلی، 3 نفر اعضای علالبدر اول، 3 نفر اعضای علالبدر دوم. اینها میان و یک سمینار بزرگ در تهران تشکیل میدن و اون 3 نفر اول، حالا میگیم 20 استان داریم میشه 60 نفر، 60 نفر اینجا در مجموع حکومت شورایی میشه و در هر جلسه هم که دارن این 3 نفر علالبدر در اون جلسه هستن، بدون این که نظریه بدن، میتونن یادداشت کنن کاراشون و نظرهاشون رو بعدن به نماینده اصلی خودشون بدن. یعنی ببینید اینجاست که شورایی من تصور میکنم، نه این که بیان خب مرد بگیم یه نفر انتخاب بکنیم به عنوان رئیس جمهور، خب میشه احمدی نژاد، یه نفر به عنوان نخست وزیر به حساب موقت انتخاب بکنیم میشه بازرگان، نه اینا هیچ کدومش دیگه مطرح نمیشه. و یه چیز هم توجه بکنید آقای، آخه بازرگان مردم که انتخاب نکرده بودن. نه بازرگان حالا بالاخره وقتی که من یادمه در دانشگاه همه میگفتی بازرگان، من که نه، من نگاه میکنم میگفتم بازرگان نماینده امام خمینی، خب بالاخره اونم مردم تاییدش کردن دیگه، چه بسا مردم مثلا بنی سر رو وقتی که کنار زدن دیگه رفت دیگه. نه اینا اونا مطرح دیگه نمیشه، میدونید ما که برای این کار خیلی ساده نیست. ببین آقای سرمی، الان تا اینجا دارن برای رئیس جمهور شدن دارن میرن فعالیت میکنن، حالا 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، اول که شدن 20 نفر، حالا رسید به 3 نفر. حالا شما حساب بکنید الان 2 ساله، یعنی از ژانویه سال 55 2015 اینا شروع کردن دقیقا. و حالا ادامه داره تا آخرای همین سال که میخوان نماینده به حساب رئیس جمهور انتخاب بشه.
اون کاری هم که من درز میکنم کاری یه شبه نیست، کار دو شبه نیست، مخصوصا اگر برای بار اول باشه. ولی این چیزی که شما میگید آقای منوچهر عزیز بیشتر به ملوک و طوایفی شبیه، بعد در آخرش هم منظور شما اینه که حکومت ها محلی باشن ولی یه دولت مرکزی باشه، یعنی فدرالیزم. بعد چون کلمه نو رو گفتید میدونم حالا حتما دوستان سوال میکنن آیا شما بهایی هستید؟ چون گفتید نو نفر بنده بهایی نیستم، بنده مسلمان زاده هستم که اصلا پراتیس ندارم و یه آدمی هستم که جز به حساب اگر بخواییم درستش رو بگیم ATS مثل شما، من طبیعت رو قبول دارم، من خدای من فرد منه قربان. بله. من هر وقت خدای خودم میخوام مراجعه کنم به فرد خودم مراجعه میکنم. من تو خیابون یکی مثلا به پیچ جنام انگوش نشون نمیدم چون بلد نیستم. بله. حرف رکیک نمیزنم چون دلم نمیخواد. همه ما میدونی حرف رکیک بلدی ولی من نمیتونم این کارو بکنم. بله. میدونی نه من باهایی، من یه مسلمان زاده هستم و اصلا پراکتیس هم ندارم و الان هم جزء داروینیست شدم برای خودم. بله. هر کسی هم که هر جای بیمارستان و جایی هم که میرم میگم دین چیه، میگم هیچی، من دینی ندارم. بله. و منو اونطوری صد میکنن که من آدمی بیدینی هستم، یعنی دینی که اینها دارن من ندارم. بله. من دین خودم رو دارم که اونم قلب خودمه. هر کسی میتونه به قلب خودش مراجعه بکنه بفهمه که واقعا این کاری که میکنه چیه. من میگم که اگر مثلا یه خانومی، من اگر علاقه به یک خانومی دارم، یه زنی یا دختری دارم، باید اون وابستگی به کسی نداشته باشه چون این ظلمه. من چطور میتونم برم چشم دوزم به یه خانومی که شوهر داره؟ میدونی اینها تو به طور کلی دارم عرض میکنم، اینها توی قاموس من. شما منو یه مقداری از راه دور شناختید. بله. اگه من تعهدی دارم تعهدم انجام میدم، احتیاجم به تشکر ندارم. اون چیزی که فکر میکنم انجام میدم، پس سعی میکنم درستش هم انجام بدم. بسیار عالی. اجازه بدید از دینی منو اصلا مستثنا بکنید، هرچند که توی یک محله که همون کوچه شیخ صفی الدین و کوچه ست هاشم اصلا تمام جنبه مذهبی بوده. بله. من با تمام اونها هم، با بچه هاشون که هم داره همسال من بودن، دوست بودم، ولی هیچ گونه تعصبی هم نداشتم. نه دلیلی که من پرسیدم این بود که میدونستم حتما بینندگان، چون تا شما شماره 9 رو گفتید که گفتید 9 نفر یا 19 و اینها، حساسیت دارن میگن بهایی و الا شما هر چی میخواین باشید، ولی شما گفتید که طرفدار داروین و فلسفه اون هستید. برای دوستانی که احیانا نمیدونن، داروین کسی بود که یک فلسفه رو باور داشت و به مردم گفت که تکامل باعث شده که ما از موجودات تکسلولی امروز به اینجا رسیده باشیم. ولی برگردیم به اون ملوک و طوایفی و فدرالیزم یا خودمختاری. نه نه، آقای ابسوری اصلا ببینید، آقای داریوش و همایون با این آقای فروزنده چی بود ماله اندیشه و جادم را فردان اسمشون، و ایشون صحبت میکرد چندین بار سعی کرد تفهیم بکنه این آقای فروزنده رو که آقا داروینی فدرالیست اصلا وحشتناکه. من اصلا جای تعجب برام بود که یه آقایی که میگن تحصیلات ایالات ادبیات داشته، نمیدونم توی سازمان برنامه کار کرده، نمیدونم اینجا سالیان سال توی این رسانه‌های گروهی تلویزیون اندیشه و اینا بوده، چطور نمیتونه اینو درک بکنه که من واقعا باز جا تعصب. میگفت آقای داریوش همایون و خدا رحمتش کنه، میگفت که آقا دارید فئودالیست این اصلا به کشور ما نمیخوره. نه فدرالیست، نه فئودالیست، فدرالیست. من فدرالیست ببخشید، فدرالیست به کشور ما نمیخوره. اگر امریکا رو میری فدراله، به خاطری که تمام استان ها برای خود، تمام استیت ها برای خودش چه پادشاه داره، یه رئیس جمهور داره، اینا جمع میشن فدرال. آلمان اگه فدراله همینطوری بوده، کشور ما که جدا نشده از هم. اصلا این صحبت از نماد به فکر یه نفر برسه که ما بیام فدرالیست بکنیم. کشور یک کشور، یک ایران بوده، یک کشور ایران بوده و بس. ما هیچ جا چیزی نداریم که اونم که فهمیدیم ملوک طوایفی. نه اتفاقا این ملوک طوایفی نمیشه، این میشه به صورت زندگی
گروهی تقریبا میشه مثل خودمختاری گروهی. مثل خودمختاری میشه هر کسی نه خودمختاری حتی... هم نمیشه قربان اوکی. خودمختاری هم نمیشه باور کنی نمیشه بله ببینی وقتی که شما از شیراز انتخاب میشید از استان خود استان فارس انتخاب میشید شما مسئولیت در مورد استعداد استان خودتون دارید بله نماینده به حساب شخص دوم هم که جزء گروه دومه و سوم اینا همه مسئولیت دارن در اونجا من چه جان شما چون مثال چون خوزستان رو مثال زدید بذارید من همین روی خوزستان صحبت کنم فرض کنیم که این طرح شما درست شد گفتیم که مردم خوزستان بیان نماینده های خودشون رو انتخاب کنن نماینده ها انتخاب شدن مردم و نماینده ها تصمیم گرفتن خوزستان که نفت داره پولش فقط خرج خوزستان بشه و پول اونجا بیرون نیاد اون دولت مرکزی وجود داره کسی وجود داره که به اینا بگی نه آقا این جزء ایرانه و هر کی پول در میاره هر قسمتش یه جا کشاورزیه یه جاش معادن مس و نمیدونم طلا و فلان اینا هست اونو کی میخواد اعمال نفوذ کنه یا قانون رو اجرا کنه در باره قانون میفته دست همون گروه 60 نفره حالا ما میگیم 20 استانه قانون دست اون گروه 60 نفره آها تقریبا میشه مجلس... یه چیزی مثل مجلس سنا بالای سر این نه ما مجلس سنا نخواهیم داشت بله من تصور میکنم مجلس سنا یک چیز سمبولیکه اصلا معنی نداره کجای دنیا مجلس سنا داره آقای دشاه از اینها اومده تقلید کرده مجلس سنا بودش میگه انگلستان مجلس سنا داره نه اصلا این تصور مجلس شورای ملی بله و تمام اینها نماینده تمام استانهای ایران هستند در اون مجلس شورای ملی که پشتبان گروه اداره کننده کشور چون اونا قانون گذارن بسیار من اینها قانون رو اداره رعایت میکنن حکومت و دستگاه قضاییه یک دستگاهی است که کاملا مجزا و قدرتمند اونها نگهدارنده قانون کشور میشن نه اشتباه در اینجاست بله. اشتباه نکنید یعنی وقتی که خوزستان میخواد بگه که من چون این چیزها رو دارم مال نمیتونم به سیستان اجازه بهره به حساب منتقل بکنم نه این دیگه وجود نخواهد داشت چون همه در این مسئله سهم دارن بسیار چطوری هست میکنن که باید از خب اسم اون شورا رو کنن رای. اسم اون شورای 60 نفره رو چی میذاریم؟ شورای ملی؟ شورای شورای حکومتی آها پس بالای بله. سر شورای ملی یه حکومتی هم شورای یه حکومتی هست ولی شوراییه بله ممنونم آقا منوچه این یک... شورای حکومتی رو بله. ازفم این شورای حکومتی رو تابع یعنی میان گروه با هم حتی گروه با هم هستن که قضایه قانونگذاری و قانون اجرا کننده اینها با هم هستن یعنی هیچ چیز جداگانه‌ای ندارن یعنی گروه ملی هم ببخشید یعنی قوه مقننه و قوه مجریه یکی میشه نه قوه بله یعنی وقتی که همه با هم به صورت گروهی هستن مسلماً هم یکی میشه خب ممنونم حالا از دوستان میخوایم که اونها هم در این مورد فکر کنن یکی از دوستان نوشته این آقای شیبانی که شما گفتید جمشید شیبانی بوده بله بله جمشید شیبانی بله و بله. اون آهنگ معروف سیمین بری رو مثل که ایشون نوشته بله اون یادم بیاد تو برنامه شما راجبون خانومی که ترک زبان بودن و امرسان بله بله خانم امرسان بله عرض کنم که حالا ایزه فهم من برای این که میدونم شما برنامه دیگه دارید که من نمیخوام زیادتر وقتتون رو بگیرم من دو مسئله رو در مورد یکی در مورد ارتش یکی هم در مورد به حساب وزارت آموزش پرورشه این رو اضافه هم مختصرا خدمت رو عرض کنم دفهم. ما در سابق سه نیرو داشتیم نیروی زمینی نیروی دریایی نیروی هوایی من نظرم اینه که ما باید 6 نیرو داشته باشیم حالا این چه چیزی داره که خب شما توجه میکنید که من عرضم رو تموم میکنم در این باره ببینید نیروی زمینی و نیروی هوایی و نیروی دریایی نیروی گارد ملی این بزرگترین کمکی است که به کشور خواهد شد نیروی ژاندارمری یعنی از و نیروی شهربانی که زیر پرچم
وزارت کشوره، اینها میان به نیروهای کشور تبدیل میشن، نیروی دریایی، نیروی زمینی، هوایی، دریایی، گارد ملی، ژاندارمری و شهربانی. و ما دیگه مثل سابق 20 ارتش بود نداریم که برای هم دیگه تره خورد نکنن. رئیس ستاد بزرگ ارتشداران میشه سپه ارتش بود. تمام نیروهای دیگه در سطح سپه بودی میمونن و اینها کسانی میان بالا که تحصیلات مرتب داشته باشن، حداقل اقل باید لیسانس ادبیات فارسی رو بدونن، حداقل اقل یک زبان خارجی لیسانس داشته باشن. اینها میان در سطح بالا. تاکیدم فقط اونجاست که ستاد رئیس ستاد بزرگ ارتشداران کاملا محیط میشه به تمام ارتش ایران. دیگه نمیاد که آقای مثلا تیمسار خادم دیگه جواب نمیدونم اون رئیس ستاد بزرگ ارتشداران نده. نه، اینها همش میاد توی یک سیستم و میزان دوران دانشگاه افسری و زمانش بیشتر بشه. دوران درجه گرفتن دیگه یک کسی که از دانشگاه افسری میاد با یه ستاره بیرون نمیاد، بعد یک سال مثل تمام افرادی که در سیستم آموزش پرورش هستن، شما خودتونم میدونید در آموزش پرورش دیپلم که میگرفتن میرفتن یک کلاسی یک دورهی برمیشتن در دانشگاه مقدماتی در تهران داشتیم که بعد میشدن بله تربیت معلم آموزش. بود مدرسه دانشگاه بعد برای دبیرها همینطور. بله. این هم همونطوری باید باشه که ما میزان به حساب دوران خدمت یک افسر باید طولانی تر باشه تا به درجه سپهبودی برسه. بله. در مورد این آموزش پرورش هم مختصرا خدمت هم از بدو تولد یک نوزاد، اون نوزاد زیر تکفل دولت تا برسه به دوره دبستان، یعنی مهد کودک در همه جا باید به صورت یکسان باشه، مهد کودک، دبستان، دبیرستان و دانشگاه. و دیگه ما نمیتونیم قبول بکنیم، یعنی ملت عزیز ایران نمیتونه قبول بکنه یک نفر بیاد دکتر بشه، بارور که میخواد بشه بره توی امریکا و کانادا و جای دیگه اون میوه زندگیشو به اونا بده. نه، اون بدهکاره به کشور، به وطن بدهکاره. یعنی معادل چون از بزر تولد زیر نظر دولت بوده، دولت همه رو تقبل کرده، اون وقتی که به اونجایی که میرسه میخواد بارور شده و میخواد میوه بده، اونجا یه چیز معادل 500 هزار واحد پولی اون موقع آینده بدهکاری به دولت داره، به ملت داره، به ملت داره، به وطن داره. اون اگه میخواد بره بعد اون پول بده و خیلی معذرت میخوام پاسپورتش هم بگیره هر جا که قبولش میکنن بره و خبر مرگش هم دیگه بر نگرده چون احتیاج دیگه نداره. ببینید اینها اگر البته اگر بده. کشور خوب باشه منو چه جان کسی بیمار نیست بلند شه. نه ببینید قربان گردم کاملا درسته، ولی خب حالا دیدیم که در سابه مثلا حالا میگیم خب رضا شاه یا محمد رضا شاه یه کارهای بدی کردن، حرفی نیست، کارهای خوب هم کردن، اونم قبوله. خب ولی در دورانی که اولین گروهی که رضا شاه به اینا در دوره رضا شاه از میکنم، نه قبلش، قبلش هم بودن دانشجوهایی که به با پول پدر مادر میرفتن، با پول خانواده میرفتن تحصیل میگن، ولی در دوران رضا شاه یه چیز در بوده 19 نفر یا 29 نفر داره، یه چیز 30 نفر 40 نفر رفتن. یه آقایی بود به نام آقای بازرگان با آفتابه رفت، ولی وقتی برگشت اون آفتابه رو اونجا گذاشت، اینجا خرابکاریش کرد. بله. بقیه هم موندن. یه اصلا من تو یکی از این نشریات و کتاب ها که میخونم خوندم میبینم که اصلا از اون 30 نفر شاید مثلا 5 نفر 6 نفرشون برگشتن. بله. پس به این ترتیب ببینید حالا درسته که اون موقع دوران دیکتاتوری، ولی اون موقع هنوز دیکتاتوری نشده بودن. میفهمم. اون موقع که این گروه رفتن دیکتاتوری نبود، یک چیز داشت شکل میگرفت
که بعداً کردنش دیکتاتور. یعنی یه طوری براش باز کردن مثل خود محمد رضا شاه، کاری کردن که اصلا دیکتاتور بشه، از مردم فاصلهش انداختن، هر کاری که تونستن کردن. پس به این ترتیب قربان گردم، من نظری شما رو رد میکنم، به خاطری که خیلی ها هستن که میرن و دیگه بر نمیگردن. ولی حالا بسیار ممنونم دیگه، اگه سوالی دارید. منو چه جان، از شما ممنونم. ما این برنامه رو چندین بار پخش میکنیم، روی یوتیوب و فیسبوک هم میذاریم. دوستانی که شنیدید و علاقمند هستید به این صحبتایی که دوستمون کردن، اگر مایل هستید تماس بگیرید، بعد با ایمیل با تلفن اینها رو بیشتر بازش کنیم و همه این اتفاقایی که تو دنیا افتاده از یه عقیده، از یه باور، از یک ایدهی شروع شده، امیدی، آرزویی، بعد بر اساس اون برنامه ریزی کردن چگونه پلن و ساختنش و امروز ازش استفاده میکنن. بازم از شما ممنونم که وقتتون رو به ما دادید و امیدوارم باز در آینده هم بتونیم، ولی میخوام مزاحم کارتون نباشیم. شما امروز نوشته بود برای من، پیغام گذاشته بودید که یک ساعت و نیم زودتر میایین تا برسید به اصطلاح. نمیخوام اینجوری وسط روز، من از منزلم که بخوام حرکت کنم برم محل کارم یه چیزی نزدیک به 45 مایله. واو. یعنی من از بسام همین آرلینگتون باید برم بالای ناشوا، یعنی میرسه نزدیک های منچستر توی استان استیت نیو همشایر. و وقتی بخوام برگردم بسه بگیر این داره که ترافیک چی باشه چطوری باشه، اینه که مجبورم که صبح خیلی زود برم و بعد از اونم که برمیگردم با یک ترافیک سنگین تریه برمیرم خونه. ولی امروز که من برمیگشتم تقریبا سبک بود، یعنی ما ترافیک زیادی نبود. اینو باید من این کارو میکردم که میتونستم خونه باشم. بسیار ممنونم من از شما. من عرضم اینه که آقای صوبی، اگر آقایون و خانوم ها، برای من عزیزن هم خانوم ها دانش خانومه که دانشمند هستن اصلا اطلاعاتی دارن، و هم آقایون، اینها فکر بکنن برای یک حکومت مردمی باید چه کار کرد. انتخاب یک فرد یا دیکتاتوری میشه مثل هلال سیلاسی، یک آدم مبارز. بعدش من تو شهر شما بودم، یک سوار تاکسی شدم داشتم از هتل با یک با دو دوستان که با خانوم، یه خانوم دوستم با خانومش، و راننده ما یک آقایی بود مال اتیوپی. بعد صحبت میکرد، خیلی مرد آقایی بود. بعد صحبت میکرد گفتش که شما ایرانی هستید، گفتم آره. گفت شما کجایی؟ گفتید من مال اتیوپی هم، حبشه سابق. گفتم بعد چی شد هلال سیلاسی؟ گفت هلال سیلاسی خوب بود ولی بعد شد ما سرش کردیم تو توالت. ببینید آخه ما علاحضرت ما یا شاه ما اصلا اینا رو هیچ گونه فکر نکرده. آخه بدونی که مردم آخه یه روز خسته میشن، یه روز درد میکشن. بله یه روز اینه که نه، اینو خواهش میکنم اگه حضرات یه مقداری لطف کنن ببینن که چه کار میشه کرد راجب یه حکومت شورایی، اینو فکر بکنن، برنامه شده بذارن، صحبت بکنن. به من اگه خواستم فوش بدن بدن، نمیدونم، ولی که اونایی که دوم دارمار فردی هستن که حتما فوش میدن دیگه. اونا یه آدمی میخوان که مثل نه، امیدواریم اینجوری نباشه که باشه اونجا اونم بتونن کاراشون رو انجام بدن. ولی وقتی گروه بشه 60 نفر باشه کسی نمیتونه خامشون کنه، و تمام اینها خارجی هم دلشون میخواد با یه فرد روبرو بشن، نه با 60 هم تاج کردی. بله بله. و اما یه چیزی که خدمتتون آخرین عرضم رو میخورم و اونم این که این ابر سیاهی که روی آسمان وطن ما افتاده، این ابر به قدری غلیظه، به قدری ضخیمه که به این زودی ها چیزی نمیتونه بادی بیاد این ابر رو کنار بزنه. ما امیدواریم که من امیدوارم که این ابر هرچه زودتر کنار بره، ولی ما دیدیم که در تاریخ هر کسی اومده موندن 200 سال 300 سال موندن و بعدش هم رفتن، ولی ما همیشه افتخار میکنیم ما سربلند شدیم. چه سربلندی قربان، ما تحمل خیلی افراد بزرگمون هم جا شدن و وزیرشون یا شدن مخلصشون و دنبال کار خودشون بودن. بسیار ممنون آقا. ممنون و متشکرم. خواهش میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم به امید دیدار مجدد. من استدعا میکنم اجازه فرمایید که من از
هموطنهای نازنینم عذرخواهی بکنم که اگر مصدعی وقتشون شدم سرشون درد آوردم، به بزرگی خودشون ببخشن. من مطمئنم که خوشحال هستن دوستان. مرسی عزیزم، قربان جلوان. به امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای منوچهر بودیم، یکی از بینندگانی که مدت ها از لطف میکنن پیاماشون رو من پخش کردم چندین بار توی تلویزیون، قبلا شنیدید نظرات خودشون رو میگن و خوشحالم که تلویزیون مردم تونسته یک سکوی ارتباطی باشه یا یک بلنگویی باشه که هر کسی بتونه بدون هیچ به اصطلاح نگرانی، بدون هیچ سانسوری، باور کنید من فقط روزی که ایشون گفت بود میخوام در رابطه با حکومت شورای صحبت کنم، به نظرم جالب اومد که ایشون میگن نه جمهوریه نه پادشاهیه و به اصطلاح شورای هست. خب چی میگن اینجا؟ میگن curious، یعنی علاقمند شدم که بشنوم و امروز شنیدم و امیدوارم اونهایی که دستی در قانون دارن و میتونن بیان صحبت کنن. مثلا ایشون راجع به گارد ملی صحبت میکرد، فکر خوبیه، اینجا دارن نشنال گارد هست که شما اون ارتش رو نمیبینید ولی روزی که بهش احتیاج هست میان اینها، ولی اینها هر دو هفته یا هر یه ماهی میرن دوره میبینن، دوره چیزای جدید و اینها. و بذارید من این یه چیز رو خاموش کنم، ببخشید، این 8 رو هم عوض کنم بذارم افکت 1. بله حالا درست شد، عذر میخوام ازتون. بله در هر صورت ایشون راجع به به اصطلاح ایران و سیستم حکومتی و اینها صحبت کرد. من میخوام از این کتاب سید ضیا که تازه گرفتم دست و دارم میخونم صحبت کنم. سید ضیا مرد اول یا مرد دوم کودتا؟ آقا راسته که شما انگلیسی هستین، صدرالدین الهی. میخوام اینجا تشکر کنم از اون دوستی که حدود 70-80 تا کتاب رو، کتابای مختلف، نه یک کتابی چاپ کرده باشه رو دستش مونده باشه برای ما فرستاده باشه، کتابایی که خریده ارزش داره اینها رو خونده و حالا اینو فرستاده که به این وسیله از تلویزیون مردم حمایت کنه. من از اینکه زحمت کشیده اینها رو بسته‌بندی کرده، 3 کارتون تا حالا برده پست کرده، پول پستش رو داده و اینها، واقعا ممنون و متشکرم. امروز حتی وقتی که براش نوشتم که اون روز من یکم ناراحت بودم و گفتم که این دوستان، ما این کتابا رو که گفتیم حتی یه نفر تماس نگرفت، همون موقع این دوستمون آقای منوچهر تماس گرفته بودن و گفته بودن که کتاب کیهان رو میخوان، کیهان از هیچ تا کهکشان، که من دیروز براشون پست کردم. یه دوست دیگه ای که هوشنگ ترسو اسم خودش رو نوشته از کالیفرنیا، این دوستمون پیام گذاشته بود که هم شهریم هم هست، تماس بگیر. اون روزم توی برنامه من هی دنبال مسیجش میگشتم ولی یادم رفت پخش کنم. وقتی بهشون زنگ زدم گفتم من فکر کردم که به جای اینکه زنگ بزنم تکست بفرستم و آدرسی که خاصی بهتون دادم شما گرفتید؟ ایشون گفت بله و نامه هم پست کردم. ایشون لطف کرده بود و توی اون پیام نگفته بود مطلبی، گفته بود مبلغی میخوام ارسال کنم ولی تلفن دستی و صدای اینها من درست متوجه نشده. اون مبلغ رو لطف کردن، مبلغ به اصطلاح قابل ملاحظه هم بود، ممنونم. و نوشتن آقای سوربی، از اینکه آدرس خود رو برای فرستادید متشکرم، موفق تر باشید، هوشنگ ترسو. حالا یه روزی فرصت بشه از ایشون سوال کنیم چرا ایشون اسم خودش رو، اسم فامیل خودش رو گذاشته ترسو. اتفاقا هم محلی ما هست، بچه لب آب. میدونید که فامیل سوربی که در شیراز بهشون میگن سوربی، نزدیکای دروازه شاه دایی الله و تنوره بغیری ها و لب آب و دیگه کجا بود، اینجاها بودن که بعد خب دیگه خانواده ها که بزرگ شدن، مثلا خود من در اونجا میگن درب شیخ، غلطه، در شیخ ما من دنیا اومدم که اصلا یه مدت فکر کردم چهارراه موشیک، کل موشیر اینا بماند. همشهریم، ممنونم. این دوستمونم گفت اون دوتا کتاب دیگر رو که نشون دادی، یکی خاطرات مصدق و دیگری، آها ببخشید عذر میخوام، کتاب آقای منوچهر گفته بود کتاب چیز رو داره،
کیهان رو داره، یک کتاب مال ابو علی سینا رو من نشون دادم. آقا من یک کمیش خوندم، همش عربی بود، من هیچی نفهمیدم. امیدوارم منو چه جان در این باره بیاد بعدا صحبت کنیم. اون رو خریده بود، یعنی گفته برم بفرست، فرستادم و ایشون پیش من اعتبار داره، چون همیشه اینقدر لطف داشته و دیدید با چه خلوص نیتی میگه من همین دلم میخواد حمایت میکنم، از شما هم انتظار ندارم تشکر کنی. این بزرگی انسانو میرسونه که یک کاری که میکنه برای این کار رو نکنم که فلانی از من تشکر کنه. حالا اگه به خدا باور دارید برای رضای خدا، اگر به وجدان و شرف و انسانیت برای رضای خاطر خودتون، برای رضای انسانیت هرچی، در صورت اونو پست کردم. دو تا کتاب دیگه ای که مونده بود اون رو هم برای هوشنگ پست کردم، رسیداش هم دیروز گرفتم، عکسش هم گرفتم فرستادم. و اما این کتاب سید ضیا، و بعد از اینکه این سه تا کتاب رفت، من گفتم که من ایراد بی خودی گرفتم، بی خود گله کردم، وقت ندادم. خودم به مردم میگم اگه آمدید تو تلویزیون آگهی گذاشتید که مثلا من بنگاه خرید و فروش معاملات، معامله املاک میگن چی میگن، و منزل دارم، توقع نداشت باشید بیننده ما امروز همشون خونه هاشون رو بفروشن و بیان از شما خونه بخرن. خب اسم شما میمونه در مغزشون، در فکرشون، روزی که میخوان خونه شون رو بفروشن، خونه شون یه خونه ای بخرن، میان سراغ شما. اون وقت خودم اینجا عجولانه میگم ای بابا من راجع به این کتاب صحبت کردم، تا امروز هیچ کس تماس نگرفته، از این بابت عذر میخوام. خیلی خوبه ما اگر یه اشتباهی میکنیم، وقتی که اون اشتباه رو فهمیدیم نکنیمش زیر قالی، بیاریم بگیم بابا این کاری که من کردم اشتباه بوده، من باید این کتابا رو 10 بار 10 تا برنامه مختلف نشون بدم تا یه نفر مایل باشه بگیره. حالا سعی میکنم همونجوری که گفتم عکساشونو بگیرم، اصلا سعی میکنم یه برنامه بذاریم به نام معرفی کتاب. من امروز به این دوستم گفتم که کتابای شما، ایشون نوشت که نه کتاب من نیست، اینا کتابای مردمه. منم گفتم خب میذاریم اسم این برنامه رو کتاب فروشی یا کتاب فروشی تلویزیون مردم. این کتاب همه آدمهای شاه، من با این نویسنده آقای استیفن کینزر 2 بار مصاحبه کردم، شایدم 3 بار، یه بارش توی تلویزیون مردم بوده، یکی 2 بارش توی تلویزیون رنگارنگ بوده. باز کتابی هست که گفتگو با والا حضرت شاپور غلامرضا پهلوی، تهیه و تنظیم ایمان انصاری، با پدرم رضا شاه، با برادرم محمد رضا شاه. و این کتابا رو می‌بینید دیگه، اینقدر بالاست که اینجوریه. آقای احمد علی مسعود انصاری 2 تا کتاب نوشتن، یکی به نام من و رضا، یکی به نام من و خاندان پهلوی. اینها رو هم اگر خواستید، چون به من به اصطلاح داده بودن قبلا، من خوندم و مدارکاش هم هر چی گفتیم، هر کسی تا حالا تونسته یه دروغ پیدا کنه تو این، نیومد کسی پیدا نشد. فوش بله، تا دلت بخواد طرفدارای پادشاهی همشون هم هی گفتن این نمک خورده، نمکدون شکسته، چنین و چنان، که این آقای احمدعلی انصاری هم پاسخ میداد که من فقط چون به خدا باور دارم، هیچ نمکدونی به غیر از نمکدون خدا نبوده و هر کسی نمکی از هر جایی میگیره مال خدا بوده و اینها، اون هم پاسخ داده. هر کسی دوستان بخواد پاسخ یک کسی رو بده، بخواد کسی رو زیر سوال ببره، تلویزیون مردم این کار رو انجام میده. دیدید که من حتی به آقای چمنارا گفتم اگر شما میگید که آقای ضیا صدرالاشرافی و آقای شهشهانی دست به هم دادن و به اصطلاح به شما اجازه صحبت نمیدن، این عذر موجهی نیست، شما میتونید اینجا صحبت کنید، توی فیسبوک برای خودتون صحبت کنید. پس میشه تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. حمایت رو فراموش نکنید و کتاب فروشی تلویزیون مردم رو هم فراموش نکنید. بریم سراغ 2:59 است، بریم سراغ آقای یزدان خدابندلو در آلمان. امیدواریم ایشون حالشون خوب باشه و بذارید من این فیسبوک 1.5 ساعت بیشتر نمیذاره ما برنامه پخش کنیم، میخواد تموم بشه. بذارید من اینو شروع کنم که تمام برنامه آقای خدابندلو رو هم دوستان بتونن از فیسبوک دنبال کنن.
آقای خداوندلو، اگر شما فیسبوکی روشن دارید یا پروگرام روشن دارید، لطف کنید اونها رو خاموش کنید، فقط با اسکایپ با اینترنتی قوی با هم باشیم. یک لحظه به من وقت بدید تا برنامه رو از نو شروع کنیم با شما و با سلامی به شما. گوشی خدمتتون باشه و الان میام خدمت شما. آقای یزدان خداوندلو، دوستان فیسبوک ایشون رو حتما برید ببینید، چند تا صفحه فیسبوک پر مشتری، نه مشتری برای جایی که چیزی بخوان بفروشن و چیزی خرید فروش بشه، پر طرفدار، دوستدار، پر چی میگیم، بازدید کننده، ویزیتور. آقای خداوندلو سلام به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده. من در قسمت اول برنامه خودم گفتم که شما امروز میخواین درباره اسلام شناسی سنتی در برابر دین شناسی مدرن صحبت کنید. سوالاتی هم هست، تاپیک های مختلفی هست که هر وقت شما اجازه بدین اونها رو من مطرح میکنم، شما صحبت میکنید. ولی همینجا به دوستان بیننده شنونده از طریق فیسبوک، یوتیوب، مردم تیوی، هر جایی که ما رو میبینن یا میشنون، چون بعضی از رادیوها هم گویا صدای ما رو پخش میکنن، این رو میگم که آقای خداوندلو خودشون بارها گفتن که شما هم میتونید انتقاد کنید، میتونید نظر خودتون رو بگید و میتونید حتی بیاین برنامه خودتون رو داشته باشید، حالا چه در مقابل برنامه ایشون چه برنامه مستقل صحبت کنید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی و بینندگان و شنوندگان شما. امروز من میخوام درباره یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنم و اون هم اسلام شناسی و سنتی در برابر دین شناسی مدرن هست. حالا شما دوست دارید که این رو من شروع کنم به خوندنش یا اینی که قبلا یک مقدمه با هم داشته باشیم درباره اینکه چرا من این مطلب رو دارم مطرح میکنم؟ هر جور که میل شماست، چون این مقاله رو فرستادید اگه میخواین من الان دارم نشون میدم، شما میتونید بخونید، بعد چه من چه دوستان اگر سوالی باشه میتونیم صحبت کنیم. ضمن شما لطف کردید عکس چند تا کتابو ارسال کردید و اونها رو هم هر وقت که خواستید بگید من اینجا نشون میدم. بسیار، مطلب رو من آغاز میکنم، یه پاراگرافشو میخونم و بعد بحثم رو آغاز کنیم. اسلام شناسی سنتی در برابر دین شناسی مدرن، قسمت اول. بیش از یک هزاره برداشت تاریخی ایرانیان از منشأ اصول دیانت اسلامی و نحوه پیدایی قرآن و شخصیت محمد توسط احادیث و تبیین پیش عقلانی مفسرین سنتی بر بنیاد نقل قولهای شفاهی در پیکر فرهنگی ما متراکم شده و شکی نیست که تغییر الگوهای تثبیت شده، یعنی اون چیزی که شما یا دیگران همه باور کردن، آشفتگی، شک و تردید در روان باورمندان عوام و دین خویان تحصیل کرده ایجاد میکنند. حال پس از 12 قرن انگوش شمار پژوهندگانی هوشمند و مسلح به شیوه های مدرن تحقیق بر این باورند که اسلام در کاروان شهر مکه و مدینه شکل نگرفته، پیامبری به نام محمد وجود خارجی نداشته و اگر وجود داشته آن محمد اسطوره‌ای نیست که در احادیث آمده، جنگ های قادسیه و نهاوند اتفاق نیفتاده، تهاجم نظامی اسلامی به ایران رخ نداده و خلافای راشدین محصول افسانه پردازی های سادلوحانه در راستای اهداف استعماری دولت بیزانس برای از میان برداشتن امپراتوری ساسانی از جغرافیای سیاسی جهان و حذف دیانت زرتشتی از صحنه بوده است. خب پس با این موضوعی که شما میگید، حالا باید بریم سراغ اونهایی که تحقیق کردند و کتاب نوشتند و منتشر کردند.
در این مورد لطف کنید صحبت کنید. ببینید آقای سوربی، این مفسرین در اینجا ما صحبت از مفسرین سنتی میکنیم، یعنی تمام این مطالبی که درباره قرآن و محمد و پیدایی دیانتی به نام دیانت اسلامی بر اساس تفاسیر سنتی توسط افرادی مثلا مثل این آقا، الان من دونه دونه کتاب های اینا رو نشون میدم به شما. یکی از مشهورترین آنها این کتابه، تاریخ طبری. تاریخ طبری 16 جلده. این کتاب زمانی نوشته شده که 150 تا 200 سال بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی صورت گرفته، یعنی سند مکتوب نداشتن. بر اساس نقل قولهایی که بابام چجوری گفت، یکی دیگه از اون کتاب ها این مروج الذهبه، اینه مال مسعودی، 2 جلد، بیش از 1500 صفحه. کتاب دیگه سیرت، اینه سیرت رسول الله، اینم 2 جلد که ابو اسحاق محمد همدانی. و بعد اون چیزی که نویسندگان امروز ما به عنوان نمونه مثلا آقای زرینکوب در کتاب 2 قرن سکوتش، 2 قرن سکوت زرینکوب اشاره میکنه، ایشون عموما اطلاعاتشو متکی به این کتابه. ببینید تاریخ سیستان، نویسندش هم مشخص نیست، 5 قرن بعد از فروریزی امپراتوری ساسانی این کتاب بر اساس نقل قولهای شفاهی نوشته شده. حال بعد از 1300 سال یک تعداد نویسندگانی هوشمند بر اساس تحقیقهای مدرن که یکی از اونها این آقا هستش، کارل هاینز اورلیش، کتابی نوشته از بغداد به مرو. شما میتونید این آقای عکس آقای هاینز اورلیش رو هم نشون بدید. بعد فرد دیگری به نام فولکر پاپ کتابی دیگه نوشته، این هستش به نام آغاز اسلام، یعنی که چگونه از اوگاریت به سامره، در اینجا توضیح میده. و کتاب دیگه ای هستش به نام ام الکتاب، اینه اینها جدیدن در اومدن بیرون در این 25 سال اخیر، آقای ایوانوف این رو نوشته. اینها افرادی هستن که به زبان لاتین و یونانی تسلط داشتن، رفتن تمام اون صومعه هایی که در امپراتوری بیزانس وجود داشته و امروز در قلمرو روسیه و صربستان و اون شرق اروپا کشورها هستش، اونجاها رو رفتن گشتن، به یه سری از منابع دسترسی پیدا کردن و بر اساس این منابع رابطه بین امپراتوری ساسانی و بیزانس رو بازنگری کردن، دوباره نویسی کردن. کتاب دیگه ای رو خانم چیز نوشته، اعراب قول و هوش امپراتوری ساسانی و ایران، مال خانم پیکولوسیایا، اینجا الان هستش، نمیدونم کجا سرش. کتاب دیگه ای رو که در ظرف این 20 سال اخیر نوشته شده این هست، امپراتوری هخامنشی، نویسندهش پیر بریان، این فرانسوی هستش، 20 سال اخیر نوشته، که در اینجا توضیح میده تمام اون حرفایی رو که مفصلیات یونانی ها میگن قرض ورزانه بوده. بنابراین در اینجا حال کتاب دیگه هم که در این زمینه هست، تاریخ اسلام کمبریج، 2 جلد، نزدیک 3000 صفحه، که انگلیسی ها اینو تدوین کردن، یعنی همون
حرفایی رو که مفسرین سنتی یادداشت کردن رو اینا جمع‌آوری کردن، باز دو مرتبه به خورد ما دادن. این تاریخ اسلام کمبریج مثلا، یعنی دانشگاه کمبریج تدریس نه درباره همین انستیتوهای استعماری انگلیس که در چیز درست کردن، اینا رو اینا میشینن تدوین میکنن و برای ما ادبیات درست میکنن. حالا یه سوالی، این کتابایی که شما اسم بردید اینجوری که گفتید، اینها منکره اصلا اون تاریخی که حالا یا شفاهی بوده یا شایعه بوده، هرچی منکر اون شدن، آیا این عصبانیت این به اصطلاح مذهبیونه، حالا چه شیعه چه سنی، رو بر نمی انگیزه که اونها همون فتوایی رو که مثلا برای سلمان رشدی دادن برای اینها بدن؟ بله برای اینها میدن. حالا در همین مقاله من به این مسئله اشاره میکنم و مترجم همین کتابم هم آقای بیت الله بی‌نیاز که اینا رو ترجمه کرده به اینجا اشاره کرده. من ادامه میدم. خب حالا اینجا شما سوال کرده بود که تعدادی از این کتاب‌ها رو که منتشر شده رو نشان بدید و نشان دادم. ممنونم. در اثبات این ادعا، پژوهش‌های نوین درباره خیزشگاه و دو قرن نخستین اسلام مرحله آغازین خود را می‌گذارند و ابزار کاوش‌های نوین محققین نسل جدید نگاه انتقادی تاریخی به منابع اولیه اسلامی است، زیرا تاریخ اسلام در اقلیم‌های تحت سلطه بر اساس چند کتاب مشخص نوشته شده است. این آثار تقریبا 200 پس از شکل‌گیری دولت خلافت، هنگامی که خلفای اموی و عباسی برای مشروعیت در حکومت نیازمند اساسنامه مدون بودند، به نگارش در آمده است که عبارتند از مربوج الذهب اثر مسعودی، سیره محمد از ابن هشام، تاریخ تبری اثر محمد ابن جریر تبری، المغازی اثر ابن واقدی، طبقات از ابن سعد و کتاب‌های دیگری مانند فتح البدان و بلازری و الفهرست ابن ندیم، هم به گونه بازنویسی آن 4 کتاب اصلی است. اسلام شناسی سنتی غرب نیز به جز چند استثنا منابع نام برده را بدون سنجش علمی به مثابه اسناد و مدارک اصیل تاریخی در نظر گرفته و شک و تردید در درستی و نادرستی اطلاعات گزارش شده در این کتاب ها را با متدهای مدرن عقلانی و اکادمیک مورد بررسی قرار نداده و تصور کردن که این اطلاعات معتبر هستند. طبق گزارش رویدادنگاران اسلامی در سال 507 میلادی در شبه جزیره عربستان شخصی به نام محمد متولد شد. اینجا نوشتید 570. بله 570 میلادی در شبه جزیره عربستان شخصی به نام محمد متولد شد که در سن 25 سالگی با زن 40 ساله و تاجر پیشه به نام خدیجه ازدواج کرده و هنگامی که به سن 40 سالگی میرسد، الله از طریق جبرئیل او را به پیامبری قوم عرب برمی‌گزیند و الله عربی پیام‌های خود را به تدریج در قالب سوره ها و آیات به زبان عربی به محمد می‌رساند و بدین ترتیب دیانت اسلامی از دو کیفیت برخوردار می‌شود: 1. وحیانی بودن قرآن، 2. زبان عربی به عنوان کلام الهی. و راویان اسلام ادامه می دهند که پیامبر تا زمانی که همسرش خدیجه زنده بود در مکه زندگی می کرد و به دلیل تهدید ثروتمندان کاروان شهر مکه مجبور می شود در سال 622 میلادی زادگاه خود را ترک و به سوی یثرب مدینه بعدی فرار کند که آن را آغاز گاه شماری هجری اسلامی در نظر می گیرند و سرانجام در سال 632 میلادی فوت میکنند و پس از او 4 خلیفه ابوبکر، عمر، عثمان و علی بین سالهای 632 تا 661 میلادی که به خلفای راشدین شهرت دارند جانشین او میشوند و در دور بعدی از سال 661 میلادی معاویه نخستین سلسله حاکمان اسلامی را به نام بنی امیه پایگذاری میکنند و پس از بنی امیه عباسیان در
50 میلادی به کمک ایرانیان و سرکردگی ابو مسلم خراسانی تکه بر کرسی قدرت در امپراتوری خلافت اسلامی میزنند و در مورد ایران چنین آمده که اعراب مسلمان طی دو جنگ قادسیه در سال 635 و نهاوند در 642 میلادی توانستند آخرین پادشاه ساسانی یزدگرد سوم را شکست داده و بر ایران چیره شوند. این فشرده ای است از تاریخ اسلام که گزارشگران اسلامی در کتاب‌های نامبرده در اختیار ما قرار داده و بسیاری از تحلیلگران بر اساس این گزارشات ناسنجیده به بررسی، بازنویسی و تفسیر اسلام و نوشتن تاریخ کشورهای اسلامی پرداختند. خب در اینجا سوالی دارید شما؟ بله، یکی این که اینجوری شما اون فلسفه و باور وحی و اینا رو زیر سوال میبرید دیگه. بله دیگه، شما بله. اگر ببینید آقای سوربی، امروز ما در قرن 21 زندگی میکنیم، اگر بپذیریم که خداوند به کسی وحی کرده، باید مغزش پارسنگ بزرگ برداره و بعد این مسئله که در اینجا شما مطرح کردید، ابو مسلم از کجا پیدا شد؟ خب شما در نظر بگیرین درباره همین ابو مسلم که فردی بوده از خراسان بزرگ نزدیک افغانستان، در اونجا لشکر میکشه میره بغداد که یه چیزی معادل 1500 تا 2000 کیلومتر و یک دودمان اموی رو برمی‌داره، دودمان دیگه عباسی رو می‌گذاره. این بابا دارای چه پشتوانه ای بوده؟ پشتوانه اینها این بوده که در اون زمان ساسانیان مدت 350 تا 400 سال ساسانیان یعنی با دولت امپراتوری بیزانس در جنگ بودن و منطقه ای که این درگیری ها صورت می گرفته همین میان رودان فعلی مثل سرزمین عراق، سوریه، لبنان، اسرائیل و حتی شبه جزیره سینان رو در بر می گرفته. گاهی این مناطق در اختیار امپراتوری ساسانی بود، زمانی در اختیار امپراتوری بیزانس قرار می گرفت و بعد یکی از سیاست های امپراتوران ساسانی این بوده که این افرادی که در اونجا قبائل مختلفی مثل قسطانیان و لخمیان و امویان و اونجای مستقر می شدن و منشأ همه اونها همون یمن بود، از اون یمن هی مرتب کوچ می کردن می اومدن اونجا در دو شاخه نام قسطانیان و لخمیان. این لخمیان تابع دولت ساسانی بود، اون قسطانیان تابع دولت بیزانس بودن. اینا تو این مناطق زندگی میکردن و این کشمکش ها عموما در این منطقه صورت میگرفت و دولت ساسانی مرتب این افراد را جمع میکرد میوورد در ایران در نقاط مختلف، تو همین میان رودان، عراق فعلی، در خراسان بزرگ، در سیستان و بلوچستان، اینجاها مستقر میکرد. منشأ ابو مسلم خراسانی هم یکی از همین این افراد هست، یعنی یکی از همین گروه هایی هست که اوورده بودن در این 2300 سال آخرین امپراتوری ساسانی در اونجا مستقر کرده بودن. حتی یعقوب لیث که در اونجا مثلا میاد میره برای بغداد لشکر میکشه، اونم خانوادهش از همین افراد بوده، یعنی مهاجرینی بوده که دولت ساسانی اونجا برمیداشته میورده، اون موقع در سیستان که خوش آب و هوا هم بوده در اونجا مستقر میکرده. بعدها وقتی که امپراتوری ساسانی فرو میریزه توسط همین گروه ها، یعنی گروه هایی که در اونجا مستقر کرده بودن و کم هم نبودن و در اردوگاه های خودشون زندگی میکردن، زبان عربی و غیره را هم حفظ کرده بودن، سنت هاشون حفظ کرده بودن، اینا بعد از 150 سال کشمکش با هم سرانجام دولت خلافت رو تشکیل میدن. خب بسیار ممنون. ماجرای کشورهایی که بین دو تا رودخونه هستن، منظورتون رود دجله و فرات دیگه نه؟ بله، میان رودان، همه این میان رودان، من یه مقاله درباره منشأ داعش که نوشتم این میان رودان رو توصیف کردم که این ناحیه یعنی تقریبا غرب ایران تا سواحل شرقی دریای مدیترانه رو، این منطقه رو ما در واقع میان رودان در نظر میگیریم و در 4000 سال اخیر عموما این منطقه دارای یک دولت مقتدر ملی و چیز نیرومند نبوده، عموما حاکمانش کوچک و تحت حمایت امپراتوری آشور، بعد ایران، بعد امپراتوری روم شرقی همون بیزانس اینا قرار داشتن
و هیچ وقت برای یه دوره آرامش طولانی رو اینا اثر نگذاروندن. همون چیزیه که تو جغرافی به ما میگفتن بین النهرین. بله ما میگفتن بین النهرین، ما امروز داریم میگیم میان رودان، این منطقه رو شامل بشه. و الان هم نگاه میکنیم میبینیم که بازم توی همین 2000 سال اخیر یه به کمک درآمدهای نفت یه دولت عراقی تشکیل شد و نیرومندترینشون در منطقه بود که سرانجام اونم فروریخت و امروز الان دیگه عراق تجزیه شده و دولت مستقلی در اونجا نیست. سوری هم به همین هم بسیار خب ادامه میدم. به طوری که گفته شد منابع تاریخی اسلامی حداقل 150 سال پس از تشکیل دولت خلافت که بعداً مزین به اسلامی که وارث امپراتوری فروپاشیده ساسانی شد به نگارش در آمده و تمام این نوشته ها بر اساس تاریخ شفاهی این گونه صورت گرفته که از پدر بزرگم شنیدم که اون نیز از جدش شنیده بود که فلان کس به او گفته که پدرش از عموزادش شنیده که به او نقل میکرد و امروز میدانیم که حتی بخش بزرگی از گزارشاتی که از انقلاب اکتبر روسیه در 1917 میلادی رهبری لنین به ما رسیده اسطوره‌ای بیش نبوده و انقلاب اکتبر نه آنگونه که تاریخ نویسان کمونیست روسی نوشتن درست بوده و نه آن شکلی که سرگئی آیزنشتاین کارگردان و تئوریسین سینما در فیلم اکتبر به ما نشان داده است. حتی اطلاعات و آگاهی های ما از انقلاب مشروطه انباشتن اشتباه به گزارشات نادرست است و با یک محاسبه سرانگشتی میتوان حساب کرد که تاریخ نگاری اسلامی که دست کم 150 سال پس از شکل‌گیری اسلام نگارش یافته تا چه اندازه آلوده به افسانه پردازی است، آن هم در 1200 سال پیش. مورخی که میخواهد به روش علمی به سنجش تاریخ در این یا اون حوزه بپردازد نمیتواند به هر نوشته‌ای به عنوان استناد و مدرک بنگرد. اطلاعات و گزارش تاریخی به دست آمده باید با منابع دیگر تطبیق داده شود تا بتوان به واقعیت نزدیک شد. ما تاریخ گذشته را به طور دقیق و کامل نمیتوانیم بازسازی کنیم، ولی میتوانیم با اتکا به منابع گوناگون مانند پژوهش‌های علمی معاصر، سنگ‌نگارها، سکه‌ها، یافته‌های باستان‌شناسی برشی نسبتاً دقیق از زمان مورد تحقیق رسم نماییم. مورخی که بدون کنجکاوی، شک و تردید به منابع تاریخی می‌نگرد و به هر دلیلی از مقایسه تطبیقی می‌گریزد، تنها کاری که می‌کند باز تولید سرمشق‌های منجمد در الگوی تثبیت شده است. ما اساساً چیزی به نام واقعیت تاریخی نداریم، بلکه گزارش‌های تثبیت شده تاریخی در اختیار داریم و تصور مسلمانان جهان از تاریخ شکل‌گیری اسلام همان باورهای منجمد و کوهی از مهملات به سنت تبدیل شده مسلط بر افکار عمومی است که به تفکری غالب مبدل شده و در میدان پرتنش بقا بخشی از آن کشمکش بر سر قدرت و عموما به دستور پیروزمندان در سلطه بر مغلوبان به نگارش در آمده است. خب. بسیار ممنونم. این در رابطه با اینکه محققین میتونن یا باید اینجوری باشن و از اون حدیث و شنیده ها به اصطلاح استفاده نکنن تاریخو بنویسن، خب شما نمونه ای هم دارید چون اون طبری و اینا رو شما گفتید اینا بی خود همه حدیث بوده. بله ببینین یکی از آی سروی یکی از مشکلات تاریخ نگاری ما این استش که این افراد مثلا مثل آی مسعودی یا دیگران که کوهی از این آثار به وجود آوردن، اینا عموما بین تئوری و شخصیتشون رو اگه بررسی بکنیم بین تئوری و پراتیک بیشتر تئوری گرا هستن و جمعی تئوری ها رو باید به محک عمل زد تا صحت و صحمشون ثابت بشه. در بین محققان جدید یعنی همین مثلا این آقای فولکر پور و این کارل هاینز اورلیش رو عکسش رو لطفا نشون بدید که داره یک کاری رو میکنه، یعنی یه انسان کارورزی هست. ایشان از یعنی شخصیتش رو که مورد بررسی قرار بدید بیشتر پرکتیکره تا تئوریگر، بیشتر عملگرا هست مثل که داره با یه ماشین تراشکاری کار میکنه.
بله داره با یه دونه تراشکاری کار میکنه و طبیعتاً بهترین محققات این افرادی هستن که از حوزه پراتیک به تئوری اومدن و بیشتر مفسرین ما عموماً فقط تئوریگرا هستن، نشستن همینطوری یه سری حرفای رو سر هم کردن بدون اینکه ساعت و سوقشو به محک عمل بزنن. و همین خاطر است که این آقا برای من بسیار شخصیت جالبی هست و خود من هم به عنوان یک کسی به عنوان آسیب شناس در آزمایشگاه یه شخصیتم رو میخوایی بررسی بکنید بیشتر عملگرا هستم تا تئوریگرا. تو همین اواخر هستش که یواش یواش دارم تئوری هم صادر میکنم، منتها بیشتر از حوزه عمل دارم میام به حوزه نظر. بله. اون قسمتی هم که شما گفتید معمولا تاریخ رو اونایی که پیروز شدن نوشتن، اون خیلی جالب بود، اگه یه مقدارم درباره اون صحبت کنید. بله عموما نگاه میکنیم این تاریخ هایی که نوشته شده بر اساس فرمان پیروزمندان بوده. شما کمتر تاریخ پیدا میکنید که مثلا یک محققی بشینه بر اساس یافته های خودش. این اواخر هستش که یه تعدادی نشستن بر اساس اندیشه های خودشون یه سری تاریخ های نوشتن. تا قبل از این تمام تاریخ ها به دستور این و اون صورت نوشته می شده و به همین خاطر هستش که بسیاری از نویسندگان هستن که اثر خودشون رو به نام اون آقا که اربابش بوده به نام اون چیز کردن، اون کسی که به اصطلاح حقوق داده یا بله پولشو داده، حقوق داده یا اجازه انتشارشو داده به نام اون، به نام حاکم وقت چیز کردن. بسیار ممنون، بفهم. حالا پژوهشگران مدرن در برابر اسلام شناسی سنتی، ابزار پژوهشگران نسل جدید نگاه انتقادی به منابع نامبردی اسلامی است که بر مبنای تاریخ شفاهی غیر قابل اعتماد نوشته شده است که فاقد هر گونه انسجام تاریخی و اخلاقی است و برخلاف اسلام شناسان قدیم، پژوهشگران نسل جدید بر این باورند که روند شکل‌گیری اسلام بسیار پیچیده و آلوده به تفاوت‌های سیاستمدارانه است و این گونه نبوده که پیامبری بی سواد در مکه ظهور کرده و خداوند در طریق جبرئیل قرآن را به او نازل نموده و یک بار دینی جدید به نام اسلام شکل گرفته باشد، زیرا کاروان شهر مکه که محل تجمع افرادی از قبائل عرب بوده که در امر باربری و صدور کالا بین دو حوزه مدنیت یمن و سواحل دریای مدیترانه مشغول بودند، اصولا توانمندی لازم در تولید چنین منظومه عظیم به نام قرآن را نداشته. خب اینجوری که شما میگید، اولم صحبت که کردید گفتید که مثلا حضرت محمد به این صورت نبوده یا جنگ های نظامی به اون صورت نبوده. خب بعد یه جاهایی شما وقتی که میگید به اصطلاح اینجوری نبوده، باید اونی رو که بوده بتونید توضیح بدید. ببینید عزیزم، برای پیدایی یک دین که اگر به اون هرم مثلث گونش توجه کنید، توحید در قاعده نبوت و معاد و خدا در اون بالا، ابتدا این عناصر اولیه در ذهنان اسطوره ها به بار می نشینه و اسطوره ها در بطن نظام های درازدامن دامداری و کشاورزی پا به هستی می گذاره. حالا شما باید مشکوک بشید که این دین چگونه در شبه جزیره عربستان، ناحیه حجاز و مکه که نه کشاورزی درازدامن داشته نه دامپروری داشته، تنها یه شهر بوده که از ممر درآمد کالا یعنی باربری به یه رونق نسبی رسیده بود، چگونه میتونه اونجای همچین منظومه ای رو به وجود بیاره؟ ما باید مشکوک بشیم به این مسئله. یه دونه عکسی رو من برای شما فرستادم که مکه رو، یکی از کوچه های مکه رو داره نشون میده. بله بله. شما اگر این کوچه رو مثلا میره نشون بدی، در اونجا میبینید که جماعتی رو داره نشون میده که این جماعت توانمندی نگارش یه همچین منظومه عظیمی به نام قرآن رو ندارن. خب اون توضیح چرا که در قرآن وقتی که شما برخورد میکنید نگاه میکنید میبینید که جملاتی وجود داره که محصول تفکر اکادمیسیان هاست. اونی که توضیح میدن میگن که سلمان فارسی چون
ناراضی بوده از موبدان و زرتشتیان و سیستم حکومتی ایران، وقتی که میشنوه یه همچین حرکتی اونجا بوده میره اونجا و حتی معلم پیغمبر اون بوده، میگن اون بهش سواد یاد داده یا حتی اینا رو گفته و کپی زرد چیزایی هست که توی خود شما هم توی نوشته‌هاتون نوشتید که مثلا حتی اون پل صراط یه چیزی هست که اسمشو خودتون نوشته بودید که در زرتشتی هم هست، پل چینود. بله، اون توضیحی که اونا دادن حقیقتا قابل قبوله که یه نفر ناراضی از این سیستمی که خب به قول شما آکادمیک هم بوده و بر سلمان پارسی دانشمندی بوده رفته اونجا این کار کرده. حالا اگه وحی یا اینا رو شما اصلا بگی درست نبوده، که منم باور دارم که درست نبوده و اینها برای که به مردم اون زمان یه چیزایی رو بگن نمیتونستن بگن ما بیشتر از شما میفهمیم، گفتن خدا گفته. اون ولی این میشه خیلی ساده توضیح داد که سلمان پارسی این کاری کرده، از کتابای انجیل و تورات و حالا اوستا که میگن همه شعر رو نمیدونم چیز هست، این در صورت از اونها برداشته اینو درست کرده و نوشته و قرآن هم میگن که بعدن نوشته شده، چون مثل اونم مثل انجیل همون موقع نبوده یا بره توی غار از غار بیاد بیرون مثل موسی سنگ دستش باشه و کتیبه دستش باشه، اینجوری نبوده. بله، اولا درباره این سلمان پارسی یه شخصیتی هستش بسیار مشکوک. حالا درسته که گفتن یکی از ناراضیان بوده، خب اصلا امپراتوری ساسانی فرو ریخت به علت وجود همین ناراضیان بوده دیگه، اگه همه راضی بودن که خب این امپراتوری فرو نمی‌ریخت. حالا یکی از اینها هم سلمانی بوده و این شاید بلند شده رفته طرف شامات، در اونجا مثلا با همین قافله های کاروانی که مثلا این در دسته چیز بنی امیه و نمیدونم ابو طالب و اونا چیزا اونجا داشتن سرچون میکردن، با این گروه ها برخورد کرده و یه سری حرف هایی هم زده، ولی ما سند مکتوب نداریم که نشون بده که بله یه همچین چیزی رو سلمان پارسی این حرفا رو به اونا گفته. سلمان پارسی از کجا گفته؟ 150 سال بعد از فروریزی امپراتوری ساسانی یواش یواش اون دولت خلافت که تشکیل میشه به تدریج میان براش اساسنامه ای رو تنظیم میکنن به نام قرآن. در نظر بگیرید در همون سالهای اولیه که امپراتوری ساسانی فرو میریزه و خلافت این دولت خلافت به وجود میاد، قبلگاه همین افراد مسلمین که ما داریم میگیم قبلگاهشون اون بیت المقدس بوده، بعد همونجا با یهودی ها و مسیحی ها مشکل پیدا میکنن. یهودی ها اینا رو تحقیر میکردن که شما اصلا قبلگاهی برای خودشون ندارید. خب ما هم که قبلا خودمون با دست خودمون قبلگاه خودمون یعنی آتشکده ها رو از بین برده بودیم، بنابراین اینا در جستجوی قبلگاه هستن که ناگهان نه بعد از 150 سال به فکرشون میرسه که این قبلگاه رو از مکه به مدینه، از بیت المقدس به مکه منتقل کنن، یعنی دیدگاه رو به اون طرف چیز بکنن. و اتفاقا در اونجا هم یه دونه چهار دیواری بوده که قبلا زرتشتی ها اونجا ساخته بودن، محل نمیدونم قرار دادن چیزا یارو بوده که اونجا رو یواش یواش به تدریج به عنوان یک چیز خانه کعبه در نظر میگیرن. اما درباره این شاکله وحی من میخوام یه مقداری درباره شاکله وحی مطلبی رو نوشتم، اونو برای شما در این وسط بخونم. شاکله وحی چگونه صیغه است در الهیات اسلامی؟ درباره وحی چه نگفتن؟ وحی پیامی الهی است که توسط فرشته یا بدون او به پیامبر القا می شود که ایشان هم واسطه را درک می کنند و هم مبدا پیام را می دانند. وحی نوعی حدس و الهام است که در لغت به هر نوع القاء آگاهی نظیر اشاره، آواز، ندا، رویا و بشارت گفته می شود. حال ببینیم در روانشناسی جدید الهام و بشارت چگونه پدیده است و القاء آگاهی به وساطت حس ششم که به آن قدرت شهود گفته می شود پیشبینی وقایع چگونه صورت می گیرد. حس ششم پی بردن به بعضی از مسائل از طریق الهام یا احساس درونی است
که در مورد وقایع احتمالی به انسان هشدارهایی میدهد. ابداع واژه حس ششم برای اولین بار توسط روانشناس آلمانی به نام رادولف تیشنر مطرح شد. مسلم است که حس ششم برای حدس، پیشبینی و یافتن راه حل به اطلاعات حاصل از پنج حواس نیازمند است، چون یافتن راه حل و پیشبینی آن در مغزی انباشته از خلأ صورت نمیگیرد و به پشتوانه فرهنگی، تجربه و اطلاعات پایه نیازمند است که در مواقع اطلاعات بایگانه شده در ناخودآگاه ناگهان یا آرام و به تدریج پس از خوابی آرامش بخش در خودآگاه ما سرریز می شود که در این مقطع مغز انسان با تمام ظرفیت به کار می افتد و کلید قفل مشکلات به دست می آید. در نتیجه حس ششم برایند پنج حواس به اضافه تجربه در حوزه نظر و عمل است و کاشفان و مخترعین که دستن در کار ابداعاتند با آن بیگانه نیستند. حال ببینیم خصوصیات روحی و روانی محمدی که فرض میکنن ها، محمد ابن عبدالله چگونه گریبانگیر شاکره وحی بوده و از آن برای یافتن راه حلها و صدور فرامین استفاده میکرده. میدانیم که محمد نبی عربی به بیماری سر یا قش مبتلا بوده. درباره این بیماری و حالات جسمی و روانی بیمار چنین آمده است: بیماری سر به انگلیسی اپیلپسی در نورولوژی به حالتی گفته می شود که شخص با پایین آمدن قند و کمبود کلسیم در خون پیوسته دچار تشنج می شود. گاه علت سر وجود غده در مغز و بیماری هایی که بر رگ‌های عصبی اثر می گذارد یا انبوه سموم می باشد. علائم بالینی آن تب بالا و تشنج ناشی از آن است. در این حالت بیمار دچار قش می شود که ناگزیر است بر زمین نشسته یا دراز بکشد. در حال اغما و بیشهوشی دست و پا میزند، دهانش کف میکند و تمام سر و تنش به شدت میلرزد که در این مرحله سیستم دفاعی بدن فعال شده و مغز برای مقابله با مرگ هورمون‌های لازم را به سوی کبد برای تزریق قند به خون، به سوی قلب برای بالا بردن تپش روانه میکند و قلب با دریافت آن با تمام ظرفیت برونده داخل پرانتز پمپاژ خود را بالا برده و به همراه خون مقدار فراوانی مواد قندی، کلسیم و اکسیژن به سوی مغز اعزام میکنند و بخش‌های خفته مغز به تدریج از حالت وقفه و اغما خارج و لبریز از مواد حیاتی گردیده و به نشاط میرسد که در این سرخوشی هوشمندی آن به بالاترین درجه ارتقا می‌یابد و حس ششم فعال و چالاک می‌شود و شهود در نزد هوشمندان، توجه کنید هوشمندان، نه هر بیسوادی، هوشمندان اتفاق میافتند و کلید رمز مشکلات به دست میاد که دین باوران و خوشخیالان نام این فرایند را وحی گذاردند که محمد از مزیت این بیماری در جهت شکل دادن به افکار باورمندان استفاده میکرد. در روایت حارث ابن هشام از پیامبر سوال میکند وحی چگونه بر شما نازل میشود؟ پیامبر فرمود گاهی آن را به صورت زنگ میشنوم و آن شدیدترین نوع آن بر من است که گویی بندهای من از یکدیگر می‌گسلد و در این هنگام مطالب وحی شده را حفظ می‌کنم. منابع واقعی طبقات جلد 1 صفحه 190، مبانی رسالت انبیا در قرآن صفحه 201 تا 203، عایشه بعد از محمد کورفیشلر، صحیح بخاری جلد 2 فصل 16 صفحه فلان. اینم درباره شاکله وحیه. بسیار خب، مطلب رو من ادامه میدم. بفرمایید. پس متوجه شدید که وحی چگونه صیغه ای هستش؟ بله، تقریبا مثل همون حس ششم که فکر میکنه یا به دلش میفته یا فکر خب. کرده. در اینجا شما یه سوالی مطرح کردید که شما حتی شخصیت علی را به زیر سوال میبرید. ایشان از کجا پیدا شد؟ شما کتاب دیگه ای ما داریم اینجا درباره علی تاریخی، همین آقا نوشته که در اونجا درباره علی تاریخی بحث میکنه. این الان من نمیدونم کجا گذاشته بشه. در هر حال کتاب رو من عکسش رو براتون میفرستم. به موضوع ادامه میدم. آنها تا کنون چند کتاب درباره چگونگی شکل‌گیری دیانت محمدی منتشر کردند
که همه نظریه‌های تاکنونی اسلام شناسی مبتنی بر رویدادنگاری سنتی را به چالش گرفته و در برابر آن الگوی دیگری شکل‌گیری اسلام کم و بیش منطبق با واقعیت عرضه کرده و اسلام شناسی سنتی تکراری مقلدانه توتیوار را تکرار نکرده. اسلام شناسی سنتی را تکراری مقلدانه توتیوار تکرار نکرده بلکه تغییر اساسی در شیوه نگاه تثبیت شده به وجود آورده، یعنی شکاف در باورهای پیریزی شده پیشین. و اسلام شناسی سنتی تا کنون به این چالش برخوردی آکادمیک نداشته. اینجا جواب سوال شما رو دارم میدم، نداشته. تنها واکنش آنها به پژوهشگران وین سکوت و آمدانه یا هیاهوی بیمورد با جهتگیری سیاسی بوده. مارکوس بوس و کارل هاینز اورلیش که هر دو کتاباشون اینجا من نشون دادم، هاینز اورلیش در کتاب پیدایش یک دین جهانی به تفصیل، میتونید اون کتاب رو هم نشون بدین که نوشته، کتاب درباره اسلام، آغاز اسلام جهانی، به تفصیل به این موضوع سکوت و چالش‌گریزی اسلام شناسی سنتی پرداختند. مورخان و پژوهشگران ایرانی، منابع تمام پژوهش‌های محققان ایرانی درباره تاریخ ایران پس از اسلام هم بر اساس همان 4 کتاب نامبرده است. مسعود انصاری در کتاب دینسازان بی خدا درباره سیره ابن هشام می نویسد. یعنی همین کتابی که نشون دادم. منظورتون دکتر پروفسور انصاری که جمع دردش فوت شد. همه چند وقت میشم مثل که مرد. به انبوهی که کتاب داره که همه بر اساس همین این 4 کتاب نوشته شده و هیچ کدوم با واقعیت انطباق نمی‌دارد. ابن اسحاق 80 تا 151 هجری قمری نخستین تاریخ نویس عرب تباری است که زندگی و شرح حال محمد ابن عبدالله را به رشته نگارش درآورده است. یعنی ببینید 80 تا 151 قمری، یعنی 151 سال بعد از فروریزی امپراتوری ساسانی. ابن اسحاق شرح حال و رویدادهای زندگی محمد را از فاطمه دختر منظر شنیده و در کتاب خود شرح داده و فاطمه دختر منظر و همسر هشام ابن عروه نیز آنچه را که برای ابن هشام از شرح حال محمد و زندگی او روایت کرده از مادر بزرگش اسما دختر ابوبکر خلیفه اول و ام سلمه یکی از زنان محمد و سایر افرادی که رویدادهای زندگی محمد را از دور و نزدیک به چشم دیده بودند شنیده و کتاب سیرت محمد شرح داده است. در کتاب سیرت محمد شرح داده است. پس از او ابن هشام 231 تا 218 هجری قمری، یعنی 828 تا 833 میلادی، آن کتاب را ویراستاری و پالایش کرد. با وجود این مسعود انصاری مانند دیگر پژوهشگران ساده‌لو بدون نقادی در نصوص گزارشات و با اعتماد کامل به منابع تاریخی اسلامی می‌نگرد و تمام کتاب‌های خود درباره نقد اسلام را بر اساس همین داده‌های شفاهی سنجش‌گریز به نگارش درآورده است. شوربختانه همه مورخان و اسلام‌شناسان ساده‌اندیش ایرانی مبنای پژوهش‌های خود را بر اساس همین 4 کتاب تاریخ شفاهی شنیده ها و گفته ها قرار دادن. در اینجا آقای سربی من میخوام یک خاطره ای رو برای شما نقل کنم. بفرمایید. حدود 27 سال پیش ما هر وقت که بیکار میشدم میرفتم توی کلاس های آلمانی شرکت میکردم که زبان آلمانی بهتر بشه. یکی از این خانم معلم های ما یه روز یه تجربه رو به ما نشون داد. یه مطلب رو روی یک جمله کوتاه روی یه دونه کاغذ نوشت و تو اون کلاسی که ما تقریبا 25-26 نفر بودیم داد به دست همون خانومی که دست راستش نشد دانش آموز آلبانی آموز که اومده بود اونجا، داد دست اون، گفتش که اینو لزنزی بیتگانس لایزه، یعنی اینی که خواهش می‌کنم آرام بدون صدا بخونید. بعد گفتش که خب بعد وقتی که اینو خوند پیش خودش کاغذ گرفت، گفتش که اون چیزی رو که خوندی رو تو در گوش نفر پهلویت بگو، یه جمله بود، ایشون اون رو تکرار کرد، بعد نفر دومی باید اون جمله رو تکرار کرد تو گوش نفر سومی. و
به الی آخر. همینطوری که اومد به ما رسید از اون پای به آخری که رسید به اون آخرین نفر گفتش که لطفاً اون جمله‌ای رو که شنیدی رو بلند شو پای تخته بنویس. وقتی که اون جمله رو که شنید ما با اصلش مطابقت دیدیم زمین تا آسمان فرق کرد. یعنی در همون جا بود که من مشکوک شدم که این تاریخ شفاهی یعنی عقل قول‌های شفاهی چگونه میتونه ده. ببینید همینجا 25 نفر یه دونه جمله ساده رو وقتی گفتیم با این چیزی که صافی فیلتر این مغزا گذشت تا به اونجا که رسید کلی تغییر کرد. حالا شما در نظر بگیرید که یه تاریخی رو نوشتن بر اساس این گزارش های شفاهی دون امن به ننبت اطوری گفت اون یکی به اون یکی گفت و اینا رو جمع آوری کردن و برای ما یک تاریخی به نام تاریخ اسلام تنبیه کردن. خب مطلب رو ادامه میدم. داریوش بی‌نیاز مترجم کتاب از بغداد به مرو میگوید، یعنی همین کتاب کجا گذاشتمش، از بغداد به مرو یعنی این کتاب. ببینید شما در این کتاب داریوش بی‌نیاز مترجم کتاب از بغداد به مرو میگوید بر اساس نظر پژوهشگران نسل جدید اسلام در آغاز یک جنبش مسیحی ایرانی سوری بوده. چرا داره اینو میگه؟ به خاطر اینه که بسیاری از این افرادی رو که مثلا انوشیروان در جنگ ها برمیداشته جمع میکرده میابرده در ایران مستقر میکرده که اونجا دیگه ناآرامی ایجاد نکنن، اینا تو اون کلونی ها میموندن. مثلا یک قبیله قسطانیان رو یه تعدادی رو 30,000 نفر رو از اونجا جمع کرده برداشته برده تو خراسان مستقر کرده، 3,000 نفر رو برداشته بوده برده بوده توی سیستان و بلوچستان مستقر کرده، یه تعدادی رو برمیداشت میابرد توی همه میانرودا توی همه بغداد فیلیون پایینا مستقر میکرد. آخر سر از درون همه این گروه ها اینا با هم دیگه متحد میشن. البته بعد از 150 سال کشمکش و درگیری، چرا که بعد از امپراتوری ساسانی ایران 150 سال دستخوش کشمکش بود، بحران بود، فلاکتی مردم افتاده بود. داریوش بی‌نیاز مترجم کتاب از بغداد به مرو میگوید بر اساس نظر پژوهشگران نسل جدید اسلام در آغاز یک جنبش مسیحی ایرانی سوری بوده و خیزشگاه آن در خراسان بزرگ به ویژه در مرو و سوریه قرار داشت. این جریان مسیحی ایرانی سوری که پژوهشگران نسل جدید به آن نهضت قرآنی میگویند در کنار جریانات مسیحی در ایران و سوریه قرار و عاملان اصلی این جنبش قرآنی در ایران عرب‌های ساسانی بودند که در طول قرن‌ها با ایرانیان آمیخته و زبان آنان اساساً سوریانی بوده و شکست خسرو دوم یا خسرو پرویز از هراکلیوس در سال 622 میلادی از یک سو سبب شد شام، اسرائیل، شرق کرانه‌های دریای مدیترانه و مصر از نیروی نظامی ایران تخلیه شود و به دست عرب‌های متحد بیزانس بیفتد، به ویژه عرب‌های قسطانی که متحدان بیزانس بودند. مجموع متحدان بیزانس را قریش می‌گفتند. توجه می‌کنید این کلمه قریشی، قریش که انقدر ازش صحبت می‌کنند که اون موقع می‌گفتن قبیله قریش، بله، مجموع متحدان بیزانس را قریش که از واژه آرامی گرفته شده. توجه کنین که قرآن هم ابتدا به زبان آرامی نوشته شده نه به زبان عربی. و از سوی دیگر مقدمات فروپاشی ساسانیان در اثر جنگ‌های فرساینده در درون مرزهای خود ایران اتفاق افتاد و در این زمان هیچ تهاجم نظامی اسلامی صورت نگرفته، بلکه عرب‌های ساسانی و همپیمانان ایرانی آنها در خود ایران ابتدا به صورت محلی به ویژه در خراسان و سیستان و میانرودان قدرت را به دست گرفتند و در حداقل 150 سال طول کشید تا درون آن جنبش قرآنی مسیحی آن دیانتی شکل گرفت که ما امروز به عنوان اسلام می‌شناسیم. نخستین واکنش به نظریات نوین تاریخی این است که گفتن نویسنده کتاب کارل هاینز اورلیش یک مسیحی متعصب است که قصد دارد نشان دهد که اسلام هم یک جریان مسیحی بوده
و کارل هانج اورلیک به عنوان یک دینشناس در کتاب خود از بغداد به مرگ می نویسد همه ادیان جهانی از یک سو تحت تاثیر ادیان پیشین قرار داشتند و از سوی دیگر متاثر از ویژگی های فرهنگ محیط خود بودند. هیچ یک از مذاهب از آسمان نازل نشدند. هر یک از آنها ادامه ادیان پیشین و در جهت شکل‌گیری و تکامل خود از آنها وامگیری و اقتباس کردند. در اینجا یک موضوعی رو بیان کنم. آی سوربی بفهم. در قرآن بارها میگه سوگند به زیتون. خب ما میگیم که زیتون که گیاه بومی منطقه حجاز نیست، بلکه منطقهش منجیل ما تو اون مداره، منجیل ما رو دیدین اونجا زیتون خیزه. بله. خب این چرا به جایی که مثلا میبینی بگه سوگند به زیتون، چرا نمیگه سوگند به خرما؟ اینا تناقض هاییه که ما پیدا میکنیم. نه، حالا گذشته از این، ما میتونیم شک بکنیم و ها بدیم که این قرآن یا این مفاهیم نه در حجاز بلکه در شامات تو این مناطق نوشته شده که به زیتون قسم میکنه. یا مثلا حرام کردن گوشت خوک. خوک حیوان بومی منطقه حجاز نیست، مال همین مناطقه. یا اون داستانی هستش که داستان چیز سگ احزاب کرد، این سگ احزاب کف که نمیدونم اون 7 نفر 8 نفری که میرن توی اون غار مخفی میشن و بعد سنگ میشن و یه ها میکنن تو اون چیز، این در واقع تو منطقه اورشلیمه. همه این علائم و نشانه ها نشان میده که این قرآن در هنگام تدوینش در این منطقه شامات ایران فعلی در اونجا تدوین شده، نه در حجاز. چرا که حجاز توانایی تدوین چنین منظومه ای رو نداره. بله ممنون. حالا بله. یه سوالی که من دیروزم وقتی این مقاله رو خوندم برام پیش اومد و قبلا هم گفتم اینه که خب ما الان توی خیلی از بحث ها میبینیم که دوستانی که طرفدار کوروش هستن، طرفدار اسکندر هستن، اون از خوبی های اون میگه، اون از خوبی های اون میگه، اون از خونخاری های اون میگه، اون از اون میگه. و الان این ماجرای اسلام، اسلام شناسی و اینها، همونجوری که شما باز اسم بردید، پروفسور انصاری سالهای سال کتاب مینوشت و صحبت میکرد و اینها، یه سوال در مغز افرادی مثل من پیش میاد که خب حالا امروز اسلام رو شناختیم، شما جغرافیاش رو زیر سوال بردید، تاریخش رو زیر سوال بردید، شخصیتاش رو هم زیر سوال بردید. اول اینکه این چه سودی برای ما داره؟ میدونم گذشته رو بشناسیم چرا و راه آینده، ولی شما میگید تمام این گذشته چیزی جز دروغ و داستان نبوده و اون مثالی که زدید واقعا مثال خوبی بوده که یه معلم به شما ثابت کرد در یک زمان در عرض چند دقیقه با وجودی که همه حاضر هستن اون جمله اول چجوری تبدیل شد به یه جمله‌ای که اصلا هیچ نزدیکی با اون نداشته. حالا بگذاریم اینجا سالها ممکنه بین چیزها فاصله بوده یا کیلومترها بین این مکانها فاصله بوده و اینها، صحبت اینجاست که چه سودی ما میبریم از این و با این کار چه هدفی داریم. این را اگه مقدار توضیح بدید ممنون میشم. ببینید عزیزم، وقتی که ما الان درگیر شدیم با یک حکومتی که مشروعیتشو برای تکیه زدن بر قدرت، ثروت و حکومت بر ملت ایران، اون سنت رسول الله میدونه و سنت رسول الله هم بر اساس چیز قرآن هست. حالا ما داریم اصلا کل قضیهش رو داریم زیر سوال میبریم که حتی این قرآن دم متعلق به اونجا نیست، خود ما این قرآن رو نمیشتیم. ببینیم به عنوان نمونه در این قرآن چه چیزهایی رو اقتباس اسلام از اساطیر ایران باستان. دیانتی بخواهد مدنیت با ساختاری پایدار در سلوک زیستن به وجود آورد، اصول اساسی خود را نمیتواند از خلأ و برهوت بیابان کسب کند، زیرا برای فراهم کردن نطفه بنیادین و مصالح اولیه هر دیانتی مثل توحید، نبوت، معاد و خدا ابتدا باید در ذهنان اسطوره ها بذران کاشته شود و اسطوره در بطن نظام های درازدامن دامداریم کشاورزی به بار می نشیند
و دیانت اسلامی متأثر از دستاوردهای مادی و معنوی صیقل خورده و متراکم شده در پیکر مدنیت‌های همسایگان خود است، زیرا اقلیم عربستان و استان حجاز فاقد نظام دامداری و کشاورزی گسترده بوده تا دی ان آی نرم خویی و انعطاف پذیری را در روان فرزندان خود بنشاند. نمونه چنین وامگیری را در پیدایی جهانبینی اسلامی مشاهده بکنیم که برای مشخص کردن خطوط آن باید به عناصر موجود در ادیان قدیم در اقلیم خاورمیانه مخصوصا پهنه فلات ایران اشاره داشته باشیم. یک، ابتدا میترائیسم که از ریشه های کهن آن در منطقه دیانت زرتشتی، یهودی، سپس مسیحیت تولد یافت و سرانجام اسلام از جمعی آنها در جهانبینی به شکل گیری هرم مثلث‌گون خود که توحید در قاعده نبوت و معاد در ازلا و الله در رأس آن قرار دارن متأثر و استفاده کردن. عناصری که اسلام از ادیان ما قبل خود وامگیری کرده از این قرارن: یک، الله، الگوی از اهورامزدا که جایگاهش در آسمان است که بنیاد یکتاپرستی در اقلیم خاورمیانه پیریزی کرد. دو، معاد، سرنوشت فرجامی که پس از مرگ داوری در پندار، گفتار و کردار آدمیان به عمل می آید که روز قیامت می نامد. سه، پل سرات که زرتشتیان آن را پل چینیوت می گوید. چهار، بهشت برگرفته از سرای آسمانی پردیس. پنج، آخرت یا سرای جاوید. شش، جهنم که یهودیان برای عینیت بخشیدن به آن واژه کهینوم را ساختند که نام دره‌ای بود در کنار شهر اورشلیم که در آنجا هر سال کودکی را قربانی خدایان می‌کردند. این دره بعدها به زباله‌دانی شهر تبدیل شد. دود و آتشی که از زباله‌ها برمی‌خواست تصویری ناخوشایند به دره می‌داد و این مکان زشت دودزا همراه با بوی تعفن تبدیل به ابزار ترساندن کودکان شد و تهدید به انداختن در کهینوم، یعنی تو اون دره، یا به عربی جهنم، وحشت در روان کودکان ایجاد کرد. هفت، عروج که اختباسی از میترا سوار بر عرابه خورشید به آسمان می رود. هشت، اعتقاد به ارواح که بعد فوت انسان روح او در لامکان تا روز رستاخیز باقی می ماند. نو، محراب برگرفته از محرابه زرتشتیان. محرابه زرتشتیان با هید و چشم، محراب عربی با هجیبی زرتشتیان که انسان در آن درگاه سجده به بت می کند تا از مقام آدمی به برده و بنده تبدیل شود. ده، باور به مهدویت برگرفته از سوشیالیسم میترائیست که روز قیامت برای گسترش عدل و داد ظهور می کند. این هایش کنم چیزای تازه نیستن که اینا دارن میگن مال ما. 11، شیطان برگرفته از اهرمن یا انکرمینو که روی دیگر سکه خداوند است. 12، نماز که مسلمان در 5 نوبت در 17 رکعت به سوی بتواره کعبه جهت فرومایی کردن خود دولاب راست می شود و به زبان عربی ورد می خواند. 13، ارث دختر نصف پسر و آنچه که اسلام بر پیکر خود افزوده: جهاد، زکات، غارت اموال مردم به عنوان غنیمت جنگی و تعلق گرفتن یک پنجم آن به محمد تحت عنوان خمس، زبان زور، احکام فاقد منطق، خشونت و شمشیری خونریز که به گفته محمد بهش زیر سایه آن است. و در اثبات این سخن کافی است که به پرچم عربستان سعودی توجه کنید که بر روی آن حکمی نامعقول به این مفهوم نوشته شده که لا اله الا الله، یعنی هیچ چیز نیست جز الله، در صورت که همه چیز در طبیعت هست جز الله، و محمد رسول الله، یعنی محمد فرستاده الله است که خود الله معلوم نیست که کجا هست که ایشان فرستاده او باشد، و زیر آن یک شمشیر قرار دادن به این معنا که هر کس این حکم فاقد منطق را نپذیرد سرکارش با این آلت قتال است. خب آقای خداوندلو، متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم. اجازه بدید من به دوستان بگم که این مقاله رو کامل شما روی صفحه فیسبوک خودتون گذاشتید، خیلی هم صفحه آسون پیدا میشه، یزدان خداوندلو، میتونن این رو بخونن. اگر انتقادی دارن یا پرسشی دارن با شما مستقیما تماس بگیرن. اگر اشکالی دارن در تماس با شما،
میتونن با من تماس بگیرن تا از طریق ایمیل و فیسبوک و اینها به اصطلاح باهاشون در تماس بشیم. در صورت من اگر شما یه چند دقیقه دیگه 2-3 دقیقه دیگه انعطاف داشته باشید مقاله حدود 2-3-4 دقیقه دیگه تموم میشه. آقای خداوندلو متاسفانه ما سر ساعت باید یعنی کامپیوترمون اینجوریه که قطع میشه میره رو برنامه دیگه و باید احترام بذاریم به هم دیگه، چون اگه اینجوری نباشه برنامه همه میریزه به هم. اگه اینو میخواین دنبالش رو میتونیم در برنامه آینده، هفته آینده، یا اینکه به همین صورت که دوستان مراجعه کنن اونجا اگر صحبتی دارن بعد از خوندن اون مقاله با شما تماس بگیرن. خیلی ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خواهش میکنم. مرسی. دوستان عزیز، با آقای یزدان خداوندلو بودیم از آلمان، کلن. حتما فیسبوک ایشون رو ببینید، مقالات زیادی میذارن، ویدیوهای قشنگی میذارن، نوشته‌های خوبی میذارن. درباره ماه رمضان و مذراتش صحبت کرده بودن که من اون رو در برنامه جمعه حتما میگم. خیلی جالب گفته بودن که چه اتفاقی میفته، چه کمبودهایی در بدن ایجاد میشه. من از شما خداحافظی میکنم و به اصطلاح اون برنامه آقای مینوی ساعت 5 از تگزاس پخش میشه، ولی تا اون موقع اون ویدیوهای یا آقای یدالله طارمی یا آقای شاملو و خیام رو با هم میبینیم. روز روزگار بر شما خوش. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. و یزدان خداوندلو، کسی که به درستی گفت از کارهای عملی امروز آمده و کارهای تحقیقی انجام میده و تحقیقاتش رو مجانی در اختیار من و شما قرار میده. روز روزگار بر شما خوش.